هموطنان و بیننده های عزیز سلام و درود. امروز پنجشنبه 29 اکتبر سال 2021 است و ما در آستانه برگزاری 156مین برنامه لایف تلویزیونی یوتیوب و فیسبوک دندرها و گفتارها و تلویزیون بهار قرار داریم. قسمه که از پیش شما می دانین که امروز میمان برنامه ما جناب دکتر یار محمد ترکی، رئیس و کوریتور موزیم تاریخی و انتروپولوژیک ترکی و دکتر علم انکشافی است که اونها را از کانادا با خود داریم و لحظات چند دعوت کردیم ازشان، اینا با روی پرده ظاهر می شه. جناب ترکی صاحب اگر تشریف دارین لطفاً بیاییم با ما. سلام و درود ما را بپذیرین، امیدوار هستم که شاد و صحتمند باشین. سلام برای شما و به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز. جناب دکتر ترکی، پیش از اینکه ما شروع کنم با شو یا نمایش یا برنامه تلویزیونی، خدمت شما بیننده های عزیز یک بار دیگه بسیار صمیمانه و دوستانه عرض باید بکنم که شخصیت های سیاسی و شخصیت هایی که یک تغییر بسیار بزرگ یا مثبت یا منفی یا مثبت و منفی یا هر شکلی که می دانیم در یک جامعه در یک کشور با وجود میاره یا یک نام بسیار تو به اصطلاح انگلیسی controversial میگن بحث برانگیز است، طبیعی که دشمن ها و دوست خود می داشته باشه کسایی که اونها را نقد میکنن. اما چیزی که بسیار مهم است و تقاضای ما از شما عزیزان و دوستان ای است که بیاین که نمیدی استاس تا از امی خود که من میگم که خود تربیه بکنیم تا همه ما امی فرهنگ گفتمان و صحبت نقد و ارزیابی را یاد بگیریم، حتی کسی را که با او موافق نیستیم دشمنش هستیم، حتی ضربه زده ما را یا ما او را ضربه زدیم، امو را با کلمات زشت، کلمات کوچه‌ای، بازاری، من نمی فهم، نفرین، لعنت، زنده باد، مرده باد، ای گپا دیگه وقتش گذشته. حال ما از یک مرحله عاطفی و احساساتی و به اصطلاح خام بودن برآمدیم و به جای برخوردهای عاطفی و احساساتی باید برخوردهای عقلانی به شخصیت ها، روابط ها و پدیده ها داشته باشیم. بنان به خاطر امی من خدمت شما عرض می کنم که صحبت امروز ما سر زندگی نامه و کارکردهای شادروان نور محمد ترکی است و ما هر گونه حتی سوالای دشمنانه شما را هم اینجا براتون وعده میتونم که میخوانم، ولی به شرط از اینکه عفت کلام، احترام و امو حرمت در نظر گرفته شود. او عده کسایی که فحش دشنام میتن، از این لازم میگم که من نه فحششان نمیخوانم، نه دشنامشان و نه تفسیرشان و نه سوالشان، و اگه سوال های مغرضانه، البته خب شاید از دید ما مغرضانه باشد، دید شما نه، اما سوال هایی که با فرهنگ معمول متداول ما و شما برابر نباشه، امورا ما معذرت میخواییم. بین که باید خودسردی اینجا ما یک عضو بسیار ارشد خانواده ترکیر دعوت کردیم و در این رابطه صحبت میکنیم با اعصاب آرام، مغز سرد و قلب گرم همین صحبت ها را بشنویم و اگر سوال داشتیم سوال کنیم. ببخشن که من بسیار پرگویی کردم. جناب دکتر ترکی خوش آمدین بازم یک مرتبه دیگه و بیاین که مستقیم از شما بپرسم که صحبت امروز ما سر زندگی نامه و کارکردهای جناب ترکی است. آقای ترکی از کدام سن و چی زمان به مبارزات سیاسی گرایید؟ یک کمی اگر در مورد زندگی نامش شما توضیح بکنین
و بیننده های اسبرتون وعده میتیم که بسیار سوالاتم فشرده بسازیم و پاسخارم و باز پسند به پاسخهای شما هم بپردازیم. بفرمایید. تشکر راستا صاحب. اول از همه ما هر برنامه که آغاز میکنم، هر روز خود شروع میکنم به فکر و به احساسات وضعیت کشور، مردم افغانستان، کابل، هرات، جلال آباد، بدخشان، همه جای است و ما با مردم خود، با کشور خود، با رفقای خود ایستاد هستیم. روزهای مشکل را کشور ما پشت سر میگذارانه و اما امیدوار هستیم که این روزها را هم مانند روزهای قبلی پشت سر بگذارانند. و یک تفسیری کوچک میکنم که اصلا بهتر بود در این مورد کسی دیگه را شما برای مصاحبه دعوت میکردین اگر میخواستین که بی‌طرفانه صحبت شوه، چون من خودم کسی هستم که موزیم انتروپولوژیک و تاریخی ترکی را ایجاد کردیم و من زندگی ترکی سر بزرگ مستندسازی میکنم و تا یک اندازه کار ما پیش رفته، ما و دوستا و رفقای ما. و همچنان در مورد ترکیسه بسیار نوشته ها صورت گرفته، بسیار مونوگراف ها و دیپلوما دفاع شده. من نمیخواستم که در مورد گپ بزنم، اما چون در 42 سال گذشته غربی ها و امریکای ها ممکن صدها میلیون دلار گرانت دادن، پول دادن به علما و پوهنتون ها که نوشته ها بکنن، تحقیقات منفی بکنن، ما این فرصت لازم دانستم که خود ما هم با استفاده از مو فامیلگی و یا مثلا تجربه که دارم و حقایق را که میفهمم، بهتر است که با مردم شریک ساخته شوید. دیگه دلیل امدهش یعنی موضوع است که من برای شما امروز اینجا ششتیم. آمدیم به جواب سوالتون که نور محمد ترکی یک شخص بسیار مهم در تاریخ معاصر افغانستان است و زندگی از او زندگی بسیار مثال است که نه تنها در مسائل سیاسی، بلکه چطور یک انسان از یک فرصت های بسیار کوچک، از امکانات کوچک فرصت های بزرگ ایجاد میکنه. ترکی هیچ پشتوانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قریه خود نداشت. پدرش یک دهقان، یک غریبکار بود و امکان از این که او به سطح بلند بره تقریبا مثلا به صفر بود. امکان از این که او مانند میلیون ها انسان با استعداد افغانستان از بین بره و زیر خاک شود بیشتر از 99% بود. دیگه به این لحاظ شناختن زندگی از او بدون در نظر داشت از این که شما خلاف هستین و مخالف هستین یا با طرفدار هستین، بسیار مهم است که اگه انسانی که با 99% امکانات ناکامی برای خود یک نام و حیثیت ایجاد کرد که حالا در تمام جهان و در تمام منطقه افغانستان در مورد صحبت میشه، مردم ها داوطلبانه و رضاکارانه در مورد نوشته ها میکنن، این بسیار جالب است برای کسی که میخواد زندگی خود شیپ بده، شکل بده. این مهم است که اونا بفهمند که چطور ترکی کارتان است. ما باید بگویم که بیوگرافی ترکی را افراد مختلف نوشته کرده، اشخاص مختلف و مراجع مختلف. البته بیوگرافی ها در افغانستان، افغانستان کشور مستندساز نیست، ما مستندسازی را بد میبینیم، ولی بیوگرافی ترکی نوشته شده و اونا در 13 جولای 1917 تولد شدن، تقریبا 4-5 ماه پیشتر از انقلاب اکتبر، و خودشان یعنی 23 سرطان 1296 زندگی عادی را در ابتدایی در خانه و در قریه پیش بردن و درسای دینی را خواندن. یک چیزی که در میدیا و در اخبار نیست، ما میخوام رو بگویم، اینا یک کاکا داشتن به نام مولوی عبدالله. مولوی عبدالله یک عالم دین بود و بسیار از لحاظ علوم بسیار مطرح بود در او زمان و پسان البته کوچید به تخار رفت. در آوان زندگی به نظر میرسه و قسمی که معلومات خانوادگی رو ما پیدا کردیم، اونا شاگرد مولوی صاحب عبدالله بودن و نه تنها شاگردشان بودن، بلکه در سالهای بعد در مسائل دینی، در مسائل روابط سیاسی و اجتماعی بر اساس مسائل دینی از اونا مشوره می گرفتن.
یعنی زندگی ابتدایی از او بسیار مثل زندگی ابتدایی میلیون ها افغان شروع شد، ولی یک چیزی که در زندگی از اون تغییری بزرگ آورد ویست که اونا از خانه خود مجبور شدن کوچ کنن و به خاطر بیچارگی اقتصادی و بیچارگی عمرانی و اجتماعی تمام خانواده از نواحی غزه کوچ کردن و به قندهار رفتن تا بتونن اونجا کار بکنن، یک لقمه نان پیدا کنن. انمی شفت در زندگی تمام خانواده تاثیر انداخت و بالاخره زندگی از اونا را شکل داد. آینده بسیار خوب. سوال اصلی مرا باز پاسخ ندادین جناب ترکی، که ایخو بسیار جالب، بسیار واقعا زندگی جالب داشته جناب ترکی، ولی ما سوالم ایست که بین تو خیلی سوال مطرح میکنیم که تا کدام صنف جناب ترکی سر مکتب خوانده، و باز باد از او سوال ما ای بود که چگونه به می جنبش چپ پیوسته. حتما خود در می خانواده به شما قصه کده که نماز نیست اینو تو احساسات بر ما پیدا شد، با اینی شخصیت ها برخورد کدام اینی قسم آمدم با اینی اندیشه پیدا شد، که با سوال دیگه در رابطه با ویفزلبان خواد بود. بله بله، ببخشید ما توجه نشدم بس قسمت دوم سوالتان. ترکی صاحب اصلا اول کارگر بود، قبل از اینکه ما قلم رو بیاره با مدیریت رو بیاره کارگر بود در کندهار. بعد از سن 12-13 سالگی با کارگری آغاز کرد، یعنی که مکتب هم میرفتم زمان. بله، مکتب در خود قریه اینا در مکتب بودن، در مکتب مدرسه بودن. وقتی که در کندهار آمدن اونا در مکتب، نه تنها اونا بلکه تمام برادرها، 5 برادر بودن، همشون در مکتب شامل شدن و مکتب رو منظم در کندهار ادامه دادن. باز صنف به نام چی یاد میشن؟ متریک، یعنی صنف 12 را اینا در کویته، در پشین هند برطانوی اونا در اوج خلاص کردن. در می وقت پروگرام اکاونتینگ هم خواندن. البته در اوج زمان امی تحصیلات قبول شده امو منطقه بود که حالا بلوچستان یاد میشه، اکاونتینگ خواندن و متریک در بلوچستان تمام کردن. بعد از او تحصیلات دیگه خود اونا در هند تکمیل کردن که در مورد از او بعدتر میتونیم صحبت کنیم. ولی در پشین یک حادثه دیگه در زندگیشون رخ داد. در سال 1935، در 31 می 1935، در بلوچستان یک زلزله بسیار شدید صورت گرفت. یک زلزله صورت گرفت که در او زلزله پدرشان، یعنی که پدرکلان ما میشه، پدرشان به شهادت رسید و چون صدها هزارها نفر کشته شده بودن، اینا هم در اونجا کشته شدن در زلزله و اونجا دفن شدن. این هم یک تغییر بسیار کلان در زندگیشان بود، چون پدرشان هم یک کارگر بود، کار میکرد و به تاریخ و به زندگیشان تاثیر بسیار بزرگ انداخت. موضوع مهمه که سوال شما بود برمیگرده به سفر از اونا که تقریبا 4 سال اینا در بمبئی تیر کردن، و در دو موضوع مهم بیوگرافی زندگیشان برمیخوره که او موضوع تحصیلاتشان است و موضوع آشنایی با جنبش ضد استعماری. اول ضد استعماری، بعد از او در جنبش مترقی و چپ آشناییشان است. بسیار خوب. سال دوم ما اتر ترمیشه جناب دکتر ترکی، که چگونه با ویش زلمیان و چند ساله بودن که پیوستن؟ ترکی سه به ویش زلمیان نپیوست. وقتی اونا در از هند دوباره برگشتن، اونا دوباره به کندهار نامدن، اونا به پشین یا به کویتم نرفتن، اونا راستن به کابل آمدن. و چون در کندهار در بعض مجالس و در بعض محافل روشنفکرا و تحصیل کرده ها شرکت میکردن، در بعد از وقت بعد از کار اینا فهمیده بودن که در کشور 2-3 طبقه وجود داره. یک طبقه قشر کشور روشنفکرا هستن که در مورد کشور تشویش دارن. وقتی از هندوستان، هند برطانوی برمیگشتن، اینا دیگه باز کندهار نرفتن و به کابل آمدن. در سال 1946 اینا در 1937 به کابل آمدن. 1937 بعضی ها میگن در 38 آمدن، بعضی کسان های 37 آمدن و کابل برگشتن. ولی از سال 1937 تا 1946 تقریبا 9 سال
اینا بسیار کارهای مهم را در زندگی خود کردن که هر جوان که امروز افغانستان میخواد بر خود یک زندگی جور کنه اونا ای را باید بخوانن. در دمی جریان اینا در مطبوعات شامل شدن، در باختر آژانس شامل شدن، در روزنامه انیس کار کردن، در بعض دفاتر دولتی کار کردن و به اسلام و نتورک یا همو روابط و شبکه های اجتماعی خود در اون وقت اونا فعال کردن. تقریبا 7 سال وقت گرفت. دمی وقت صدای ایجاد جنبش ویژه زلمیان ایجاد شد که در سال 1946 اولین مجالس از او شروع شده بود. در سال 1948 ترکی صاحب با دیگر کسایی که مثلا قیام‌الدین خادم بودن، مثلا ارسلان سلیمی بودن، همین چند نفر محدود اینا از رهبرای جنبش ویژه زلمیان بودن، اینا یک جای تنظیم کنگره مؤسس سازمان ویژه زلمیان گرفته و دایی در مورد شرکت نور محمد ترکی در ویژه زلمیان نوشته ها و کتاب های نوشته شده. مهمترین و مستندترین نوشته ها از استاد شاه‌محمود یاسین است که در این مورد تحقیقات علمی انجام دادن و از دستگیر پنچیری صاحب است که اونا هم در مورد تحقیقات انجام دادن و ولی زلمان صاحب. ولی زلمان یک از جغرافی نویس های مشهور زابل و کندهار بود که در کابل دیگه اونا انجام دادن. در اونجا هم نوشته است که در جنبش ویژه زلمیان اینا یک از رهبرایشان بودن و کنگره اول ویژه زلمیان در خانه ترکی صاحب تدویر یافته. در کابل یا در کندهار؟ بله در کابل، در علاودین یا در بعضی علاودین میگن، بعضی دارلمان میگن. خب اونها در وقت خانه از خود نداشتن، در خانه کرایه بودن. کنگره در خانهشان دایر شده و بعد از کنگره مجلس دوم ویژه زلمیان در خانه میر محمد صدیق فرهنگ تدویر یافته که در اون جلسه میر غلام محمد غبار هم به ویژه زلمیان پیوستن. خب جناب دکتر ترکی، امی مسئله ویژه زلمیان یک بحث جداست دیگه، من نمیخوایم در اون رابطه صحبت بکنم. یعنی از صحبت شما دریافت کردم که در اینمی سالها جناب نور محمد ترکی با آقای غبار آشنا شدن و دمی ویژه زلمیان و با دیگر و مشروطه خواه ها، هرچند که جناب آصف آهنگ دمی آخرین کتابی که بر دست ما رسیده و بعد از وفاتش نشر شده ویژه زلمیان یک جنبش افغان ملتی میگه، ولی من فکر کنم که بیشتر یک جنبش آزادی خواهانه و جنبش فکر میکنم مشروطه خواه بوده باشه وقتی که شخصیت هایی مثل آقای غبار این نایشتر را کرده باشه. خود به این موصلا نمیپردازیم. یعنی هدف ایست که نخستین آشنایی جناب ترکی با همی شخصیت هایی که پسان باز شخصیت های به اصطلاح چپ انقلابی شدن و من جمله غبار و مثلا مامودی و شما فکر میکنید دمی ویژه زلمیان دیگه صورت گرفته؟ بله، پیش از اینکه جلسات دایر شود در سال 1944 چون غبار یک از نخبه های او زمان بود و یک چیزا میخوایم میرم اینجا بگویم که بسیار به اصطلاح کانتروورسی یا چیا نظریات مختلف وجود داره. بعضی کسا سوال میکنه که ترکی وقت در جوانی خود چطور تانست تاسیس یک سازمان بزرگ رول خود بازی کنه و چطور در خانه ازی داشته، یک به اصطلاح سنگین وزنای مثل عبدالرؤوف بینوا و غبار و اینا بودن، چه قسمی گپ شد؟ این اکثرا سوال میکنه. بعضی کسا میگه دروغه. چند ساله بود ترکی صاحب در زمان؟ در این حساب کنین دیگه تقریبا 30 چند ساله بود دیگه. سال 1937 نه تقریبا 35 37 38 ساله عمرش بوده. سنش بسیار کم نبوده برای حساب اون وقت، سن کلانتر بوده، ولی نسبت به غبار یا مثلا نسبت به ارسلان اینا کم سنش کمتر بوده. و مثلا نسبت به زابولی و نسبت به می کسایی که در اون وقت رول هم در دولت بسیار رول کلان داشتن، این در شخص در حالت ضعیف‌تر قرار داشت. و این رو من در مطالعات حسین صاحب مطالعه کردیم، از پنشیری صاحب هم، از همچنان از آهنگ صاحب و از دیگه استادا و تاریخ نویسا را. ترکی صاحب در وقت دو دلیل داشت به نظر من
که اینا مرکز ثقل گشتن. این چیزا نوشته دیگه نوشته نکردن، ولی ما مطالعاتی که خودم کردیم و در موزیم ترکی ما میره آرام آرام به می نتیجه رسیدیم و من میخوام با بیننده ها و کسایی که علاقه به تاریخ دارن و علاقه به مسائل انتروپولوژیک دارن این رو بفهمن. اولی مسئله بود که در وقت هم مثل امروز هر کس یک سیر بود، هر کس یک خدای منطقه بود، هر کس فکر میکرد که ما توبه نعوذ بالله رهبر هستم، غبار از یک طرف میگفت، صدیق فرهنگ از دیگر طرف، مثلا خادم سر از دیگر طرف، هر کس یک سنگین وزن بود و اینا بین خود جور نمی آمدن که کی لیدرشپ همی پروسه را به دست بگیره، کی میتونه که بریزی که هر کدام از اینا زمین ها داشتن، خانه ها داشتن، در دولت رئیس یا موین این چیزا بودن. بالاخره امی فعالیت را که نور محمد ترکی دی اون وقت انجام میتنی، تورکینگ که میکنه، رابط ایجاد زمینه سازی میکنه برای مجالس، در مجالس همیشه شرکت میکنه، این باعث ازی میشه که اینا میبینن که خب این آدم نیست که مثلا رئیس باشه یا وزیر باشه یا بسیار زمیندار کلان باشه، یک آدم است که کار میکنه. بیاین ما امیر مرکز قرار میتیم، این به هر کس خطر وارد نمیکنه. یه اینمی به نظر ما البته اینی دلیل شد که اینا در اونجا در مرکز ثقل امی پروسه قرار گرفتن. یک کمی دمی مورد ولی ظلمی سرار داده اگر اونا رو بخونیم. بسیار خوب. خب اینه که سوال دیگه ما یه خواد بود که جنبش ویش ظلمیان خب خودش مستلزم یک برنامه جداگانه است، بالاخره اصلا می پاشد، سقوط میکنه، و چی انگیزه شد که منطقه دکتر سه سوال های خوب متوجه باشین که مطابق سوال من جواب بتین در پارا چی انگیزه شد که ترکی به فکر ایجاد یک سازمان مستقل شد و چگونه با ببر کارمل و با غبار خو گفتین که آشنا شد، یک بخش سوال ما بود و با یک تعداد دیگه که نام گرفتین از شخصیت های بزرگ همون زمان، با ببر کارمل چه زمان آشنا شد و چگونه در فکر ازی شد که یک حزب مستقل با نام جریان دموکراتیک یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان ایجاد بکنه؟ ما البته ما خود سوالای شما رو تسلسل میتم. امی که فکر از اینا شد که ما به سیاست باید رو بیارم، ای در هندی افکار ازی در مجالس کانگریس شرکت کرد، در یک تعداد سازمان های مترقی را در جلساتش و با کسایی که کار میکرد و حتی با سازمان چپ اینا آشنا شدن. در اون زمان مبارزه ضد استعماری بسیار به شدت روان بود و بسیار مردم میفهمیدن که هند دیگه آزادی خود میگیره و جدا میشه از بریتانیا. امی احساسات برای اینا امی روحیه را داد که ما باید همچنان یک تشکیلات سیاسی بسازیم. آمدن از اونا با ویزلمیان تصادفی نبود، اونا اجندای سیاسی داشتن و ویزلمیان، ایجاد ویزلمیان یکی از قدمهایی بود که اونا برداشتن. بعد از اینکه ویزلمیان از بین میره و متلاشی میشه، البته که اجندا میمانه، پلان میمانه، پروگرام و برنامه میمانه. بعد از اینکه ترکی صاحب از وظیفه که در واشنگتن در سفارت برش دولت داده بود از او پس میگرده، البته که با دولت میانه خوب دیگه نمیداشته باشه، با سردار داوود که در وقت صدر اعظم بود وضعیتش خوب نبود و خانه نشین شده بود، و از سال 1953 تا 1958 اینا کتاب نویسی کردن و رمان نوشته کردن و ناول نوشته کردن و به اصطلاح از لحاظ ادبی و سیاسی یک قدم بسیار بزرگ در زندگی خود برداشتن. و ببرک کارمل بسیار موضوعش بعد از اون در زمانی که ترکی با غبار در ترتیب و تشکیل ویژزلمیان کار میکرد، ببرک کارمل ممکن در سالهای اخیر معسلیش بوده باشه، و اما چون بسیار فعال بود در زندگی محصلی و در مسائل اتحادی محصلین، در سالهای 1960 1959 یا 1960
به نظر ما اینا با هم آشنا شدن این زمان است که ترکی صاحب غبار عین تا 12-13 سال مشناخته و باش رفت آمد داشته و دوستی داشته. ببرک کارمل اینا نسل دیگه از سیاسیون بودن، جوان ها بودن که یک تعداد زیاد به شمولی ببرک کارمل به صحنه سیاسی داخل شدن و امی فضایی را که ایجاد شده بود دمیزمی فضا آرام آرام تشکل جریان دموکراتیک خلق ایجاد شد. بله جناب ترکی، شما خو میفهمین این گپ شما درست است، از لحاظ سنی هم تفاوت ها بین اینا وجود داشته. هدف ما این بود که یعنی با بابا کارمل بساب پسان در کجا آشنا شد؟ با غبار خو گفتین که در وجدالمیان، و چگونه به فکر ایجاد حزب مستقل جدا از این شخصیت هایی که شما نام گرفتین که البته ابتدا غبار بوده در حزب دموکراتیک خلق افغانستان، در جریان دموکراتیک خلق افغانستان، در کنگره مؤسسش تا که پسانها بازو بنا به دلایلی که اینجا جایش نیست او دوری میکنه از این. یعنی هدف میست که انگیزه از این که چگونه، یعنی چرا وجدالمیان مثلا سقوط کرد، و یا ای که شما خواهد میفهمین آقای باشن که ما بیارم میره جناب ترکی صاحب که پیشتر گفتین که هر کس نظر به آخر گپ شما می بود که نظر به خودخواهی ها می گفت که منم دیگه من رهبر باید باشم، و می شد که مجریانات مثلا حزب وطن یا جمعیت وطن که غبار در راستش بود امور اینا یک جای می شدن، و یا ای که امی وجدالمیان رشد می دادن و به جای ازی که دیگرها حسم می شد یک تیف وسیع از مردم می آوردن. اما اینجا خب با کلی یک حزب جداگانه و یک اندازه در مدرن تر از لحاظ اندیشه ها نسبت به گذشته های خود ایجاد کرده. دلیلش این بود که حزب وجدالمیان یک حزب منظم سیاسی و تشکیلاتی نبود، بیشتر به اجتماع میماند که مسائل روبنایی را طرح میکردن، مسائل اصلاحات در نظام طرح می کردن، مسائل فرهنگی را زیاده، مثلا بسیاری نویسنده های مشهور کشور، شاعرای مشهور کشور وز وجدالمیان بودن، نه تنها پشتون ها، وز بک ها بودن، تاجک ها بودن، هزاره ها بودن. اینال این حزب از این خاطر از هم پاشید که یک چیز فکری و ایدئولوژیک و ساختاری نداشت. یکی از دروسی که ترکی از این متلاشی شدن وجدالمیان میگیره همین است که باید حزبی که بعد جور میشه ساخته میشه، این حزب باید اساس بسیار قوی فکری داشته باشه، اساس تیوریکی داشته باشه تا اونا برنامه های خود در اوجه باشن، بکتر ایدئولوژیک هم باشه. بسیار خوب. خب دلیل که ما این سوال کدام پرستش یک انگیزه وجود داره جناب ترکی، یک تعداد زیاد میگن که حزب دموکراتیک خلق افغانستان مستقیم تحت نظر KGB و سفارت شوروی و با کمک مالی از او ایجاد شد. یک تعداد میگن که ایرا اتا سیاهی ایجاد کرد برای ازی که نوزد چپ در یه برنامه سازه. یک تعداد یک چیز میگن. به این خاطر من این سوال کردم از شما که یک مرتبه حداقل مردم ما بار دیگه بفهمه که انگیزه های ایجاد حزب دموکراتیک خلق افغانستان چی بود، و در آیا این واقعا پیوند داشت با جنبش های پیشین خود یا نه؟ به این خاطر این سوال کردم. خب به هر حال بله بفرمایید. یک میخوایم امیر بگویم که در افغانستان متخصصین بسیار زیاد شدن، اما که باز بخوانین حالی که ما میبینیم در تلویزیون ها و اینا آدم گریه میگیره. متاسفانه حتی تاریخ نویسای ما هنر تاریخ نویسی را نخواندن و یادم ندارن. دیازیلی از یک مسائل تخصصی است که و دیگه مسائل هوایی و به اصطلاح نظریه پردازی است. اما خود تشکیل دموکراتیک خلقی را حتی دشمنان و حریفایش هم میگه این بزرگترین انقلاب اجتماعی و فکری در تاریخ افغانستان بود. برای اولین دفعه بیشتر از 15,000 نفر در یک جای جمع شدن. برای اول این دفعه شما تصور کنین در سال 1965، من بر شما به خاطر میگم که کسایی که چیز فهم هستن اونا میفهمن، در سال 1965 نفوس افغانستان 9 میلیون بود. از جمله 9 میلیون 5% نفوس افغانستان تحصیل کرده بود.
چند اگر حساب کنین، ماشین حساب بگیرین، تقریبا 4,50,000 نفر میشه در تمام کشور. از جمله از 5% 10% از 5% کسایی بود که بکالوریا 12 را خوانده بودن، پوانتون خواهد. یعنی در تمام کشور ما از 50,000 زیاد تحصیل کرده به سوی بکالوریا و لیسانس وجود نداشت. از جمله 50,000، 10, 12 یا 15,000ش حوزه دموکراتیک خلق بودن. شما خود شما تصور کنید که چقدر یک سپکتروم و چقدر یک وسط کلام داشته. بدون در نظرداشت هزی که تعصب بگه پا کنیم، در جایی که حکومت وجود نداشت، اعضای دموکراتیک خلق وجود داشتن. باز امو معلم ها و همی اعضای حزب وظایف حکومت های انجام می دادن. از این لحاظ باید در این مورد متاسفانه غرب و امریکای ها در این مورد ریسرچ نکردن، پول ندادن، به خاطر از اینکه عزتشان بود. اگر ریسرچ شوه بسیار ارقام جدید میشه که وجود بیاد. بسیار خوب. آقای ترکی، جناب نور محمد ترکی از کدام زمان و اندیشه های چپ بیشتر گفتیم، ولی هدف من اینجا بیاین که مشخص تر پیش بریم و چپ مارکسیست لنینیست یا مارکسیزم لنینیسم طرفدار شوروی پیوست. یک چیز به صراحت بیننده های عزیز بگویم، شاید که دکتر صاحب درکی با ما موافق باشه یا نباشه، و ما بیشتر کوش میکنم که شکل بی‌طرفانه ژورنالیستی که پیش بگیریم، و در یگان زمان دیگه مجبور میشیم که از سلسله دفعه بگویم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخواین نخواین یک حزب چپ مارکسیست لنینیست طرفدار شوروی بود و این را انکار کردن نمیتونیم. ازدارها شاید وجود داره و این ترس هم وجود نداره در این رابطه، شرم هم نیست. یک اندیشه بود، به او اندیشه پیوستن و باز در برنامه های بعدی دلیلش هم باش یکی از شخصیت های ارجمند ما خود گفتیم که چی ضرورت بود که حزب چپ مارکسیزم لنینیسم پیوست. اما ما از جناب ترکی مشخص سوال، از جناب دکتر یار ترکی سوال میکنم که نور محمد ترکی چگونه به اندیشه های چپ مارکسیزم لنینیسم شوروی پیوست؟ بفرمایید. از سال 1917 از روزی که انقلاب اکتبر با پیروزی رسید تا 1945 که جنگ جهانی دوم تمام شد و اتحاد شوروی در او پیروز شد، در تمام جهان یک ترند بسیار عجیب و غریب ایجاد شده بود و این ترند و این سلسله در مورد آزادی و مبارزات ضد استعماری بود. حتی بسیاری سازمان ها و تشکیلات اسلامی از طرفدار شوروی بودند. در اگر شما تاریخ افریقای شمالی را و شرق میانه را شما بخونید، بسیاری احزاب اسلامی اونا از ترند و از خط شوروی پیروی میکنند، خاطر از اینکه اونا برنامهشان ضد استعماری بود، استعمار انگلیس و اسپانیا و دیگه کشورها را میخواستن ختم کنن و به یک انکشاف برسن. این بسیار یک چیز عادی بود در وقت و ترکی هم در هندوستان که اولین و به اصطلاح بزرگترین کشور در حال جدال برای مبارزه آزادی بخش بود، در اونجا با اینا آشنا شده بود و حزب کانگریز یک حزب چپ بود، یک حزب مارکسیستی نبود، اما یک حزب چپ طرفدار شوروی بود. احزاب دیگه در اونجا بودن، همین جنات های که حالا میگن اینا شاخه هایشان به طرف چپ بودن. خودی همین تفکر سیاسی و تشکیلاتی ترکی در هند به وجود آمد، نزج گرفت، همین که در شویزلمیان آمد، در دموکراتیک خلق آمد، این تفکر در اوج ایجاد شد و این بدون از اینکه کس برش یا پول بده یا کس برش کدام وظیفه بده، برای خود یک آجندا در زندگی خود گذاشت و آمد و آجندا را به اصطلاح عملی ساخت. آها، بسیار خوب. سوال دیگه ما تو طرح میشه که خب حزب دموکراتیک خلق افغانستان ایجاد شد، در این مورد آقای ترکی ما شما سوال نمی کنم که چرا ببرا کارمل و نور محمد ترکی شخصیت بسیار بزرگ وطنه که شاید بسیار سرنوشت از او حزب هم تغییر میکرد، جناب غبار را ناوردن در رأس و دلایلش یک بحث دیگه است، باز کدام وقت دیگه بیننده های صحبت میکنیم. ولی سوال ما شما ایست که بعد از یک مدت بسیار کوتاه با تاسف یک انشعاب بسیار وحشتناک در حزب آمد، شما میفهمید دو جنا شد حزب و بدبختی های بعد از اون شما در رابطه با این دو جنا میفهمید و ای چقدر نوزت تضعیف و تخریب کرد.
یعنی شما چی فکر میکنین که خود تراکیس کما میفهم بارها ششته با شما و اطمان خصوصی صحبت کرده در پالو یزیکی گپای رسمی گفته و ری یک انگیزه ها نمیتونسته به سر گپا را بگوید که حال وقتش است که ما بگوییم که انگیزه و علت عمده از این انشاب چی بوده از دید از اونا. البته های تفاوت های دید تیوریک با ببر کارمل بوده و یا در رابطه با ارزیابی رویدادهای روتین امروز و یا ای که بیشترین ویژگی های سنتی و قسمی که بیشتر شما گفتین خودخواهی ها و شخصیت گرایی ها و کش شخصیت گپا بوده. بفرمایید. ببینین هر حزب مجموعه از اشخاص و شخصیت هاست، خصوصا در سطح رهبری. هر سازمان تشکیلات مجموعه از اشخاص و شخصیت هستند. شخصیت های روشن فکر در احزاب سیاسی بنابرای درکشان از زندگی و مبارزه سیاسی، بنابرای آجنده و خواستهایشان به مشکل بزرگ دچار میشن در زندگی خود، که او مشکل تضاد منافع بین چیز خواستهای شخصیشان و خواستهای سیاسیشان است. همه ما ای را داریم، همین مشکل همه ما داریم. یگان دفعه میخواییم بریم مبارزه کنیم در افغانستان، در قیره کار کنیم، باز میبینیم خانواده ما سیر میبینیم، باز نمیتونیم، باز یعنی تضاد دوام میکنه. در جنبش دموکراتیک خلق هم شخصیت های بسیار نخبه جمع شده بودن و فکر میکنم در تاریخ کشور تا اون زمان شخصیت ها جمع نشده بودن و طبعا بزرگترین دلیلی که من میبینم برای انشعاب به انشاب سال 1344 انشاب های بعدی، بزرگترین دلیلش تضاد خواسته های سیاسی و تشکیلاتی حزب با خواسته های شخصی و ذاتی شخصیت های کلان حزب بودن. من اینطور فکر میکنم که او تضادها امروز هم وجود داره. مثلا شما ببینید که 5 نفر یک جای جمع شده نمیتونن، یگان دفعه 2 نفر زن و شوهر جمع شده نمیتونن سر مسئله سیاسی. در او زمان صدها و هزارها نفر جمع شده بودن، ولی در او گروه ها و گروپ ها هم بودن. من فکر میکنم ایجاد گروه ها و گروپ های چیزی بدی نبود، یک چیزی طبیعی بود. یک جای شدن، بعدان جدا شدن. تنها ببره کارمل نبود. مثلا طاهر بدخشی یک آدم بسیار با انرژی، یک آدم بسیار با عقیده، اما کلم چیز بعدش آمد در اوجه بر خود زمینه ها را ندید، فرصت ها را ندید که من باید اینجا باشم، من در اونجا باشم. بالاخره حزب رها کردن برند یک سازمان دیگه جور. یا مثلا دیگر گروه ها زایر و فوق و دیگر. ولی به صورت مجموع همی جدا شدن ها و همی یک جای شدن ها یک فرهنگ و یک تاریخ بسیار روشن مبارزات سیاسی روشن فکری رو به وجود آورده. ما باید نه تنها سر مسئله بزنیم چرا جدا شدن، یک زن و شوهر هم جدا میشن، اما یکی اونا چی ایجاد میکنن مهم است. ما بای پروداکت مهم است، مازاد مهم است. امی گپتان بسیار مهم است. جالب است که امی صحبت خود شما کردید که جناب ترکی ببینین زن و شوهر که جدا میشه، یعنی به ایمانا به انگلیسی دیزاستر میگن، در خانواده یک فاجعه به وجود میاد. اولاد بی سرپرست میشه، اولاد درگی میشه، انحراف میکنه، خانواده تباه میشه. در عذاب سیاسی نیرومند هم امی گپ است. به خاطر هم سوال من امی بود که چرا اینا انگیزه هایش کیست. ما از حرفای شما استنباط کردم که بیشتر از این که اینا با وجودی که هر دوی جنا حزب مارکسیست لنینیست طرفدار شوروی بودن و اهدافشان یکی بود و شاید سلیقه ها ذوق هایشان تفاوت میکرد، بنابر بیز طبقاتی گفتن نمیتونیم، بیز به اصطلاح اجتماعی یا بستر اجتماعی رشد اینا اونا رو یک طرف میمانیم. اما عمده ترین گپ از صحبت شما و فکر کنم من تو همون استنباط کردم که این اختلافات بیشتر اختلافات ایدئولوژیک و مرامی و آرمانی نبوده، بیشتر خودخواهی ها بوده و به اصطلاح اما ذوق ها و سلیقه های شخصی بوده. تنها خودخواهی هم نیست، بعضی اوقات تون میشه که یک شخص در مورد یک مسئله یک نظر داره، به نظر از اون شخص یا گروه یک مسئله باید به این شکل حل شوه، به نظر یک گروه دیگه مسئله باید به شکل دیگه حل شوه. وقتی اینا بین خود در کانسنسوس یا در اجماع نمیرسن، زمینه انشعاب و جدایی ایجاد میشه. باید به این مسئله از لحاظ علمی
و انتروپولوژیک دیده شده تا از لحاظ زیادتر سیاسی و گروهی. مسائل این مسئله بیشتر به مسائل انسانشناسی چی میگیره که من متاسفانه متخصص از رشته نیستم. بسیار خوب جناب ترکی، در رابطه با انشاب گفتیم، از لحاظ انتروپولوژیک گفتیم. خب بیاین وقدر این انتروپولوژیک یک بحث بسیار وسیع انسانشناسی است، ولی بخواهی نخواهی نام انسان در این مطرح میشه. یک بخش عمده انشابات عزیز به دموکراتیک خلق افغانستان، چنان که شما هم پیشتر گفتین، ظاهر الفقه نام گرفتین، بابک کارمل نام گرفتین، شادروان طاهر بدخشی را یاد، و ده ها تای دیگر زیاد است که دادشان، اکثریت مردم میگن و حقایق تاریخی هم وجود داره که آمدن حفیظ الله امین در حزب بوده میگن، از لحاظ تشکیلاتی من ایسی یک شخص. و البته وقتی که ما میگیم حفیظ الله امین، اینجا سوال خلق میشه که جناب ترکی چگونه چی وقت با حفیظ الله امین آشنایی حاصل کرد و چی انگیزه باعث شد که یک تعداد تو رو میگن که خلاف تمام نرم های تشکیلاتی ازبی که اتا یک شخص که میامد، خوب یادم است از زمانی که در حزب میامد یک مرحله پرورشی بود، باز آزمایشی بود، باز بعد از عضو اصلی میشد، باز چندین امتحان هم میگذشتان، باز آستاستا با کادر یک کادر دو، بالاخره عضو علالبدل کمیته مرکزی، عضو اصلی کمیته مرکزی، بیروی سیاسی دارمشا، تا این سرحد یک هیرارشی بود، یک نظم بود، یک سمتیم بود. و تا جایی که شواهد هم نشان میده، بیشترین تاکید ترکی صاحب همیشه در دفاع از حفیظ الله امین بوده و این به یک شکل آورد به اصطلاح در بالا با کوتاه‌ترین مدت در بالاترین موقف های حزبی مقرر کرد یا شاند یا به اصطلاح آوردش، و در پالوی از این بزرگترین و با اهمیتترین بخش حزب که بخش نظامی بود به دست حفیظ الله امین داد. و ما اگه حرفم سوالم دراز نشد، تا یک تعداد میگن که عامل بدبختی های بزرگ در افغانستان یکی هم همین بود. نظر شما در این مورد چی است؟ در سال های 1959 تا سال 1963 که کنگره مؤسس جریان دموکراتیک آغاز شد، گروه ها و حوزه های مختلف ایجاد شده بودند. و ما در یک مصاحبه هم گفتیم که هر کس مسئول یک حوزه بود. مثلا طاهر بدخشی مسئول یک حوزه بود، دستگیر پنجشیری مسئول یک حوزه بود، بابرک کارمل مسئول یک حوزه بود، نورمحمد ترکی مسئول چندین حوزه بود. به اساس معلومات که ما داریم، حفیظ الله امین در زمانی که در ابن سینا بوده با ترکی سه باشنا شده. حفیظ الله امین در سال 1962 از پانتون کابل فارغ شد، رشته بخیالم به رشته ریاضی و فیزیک، و متعاقبا در لیسه ابن سینا باعث معلم مقرر شد و چون آدم فعال بود و به زودی معاون مدیر یا سرمعلم یک چیز شد. دمی سال یعنی 1342 که تقریبا سال 1961 میشه، ترکی و دیگرا عبد فعال ساختن حوزه ها به هر مؤسسه میرفتن، به مفل تکنیک و پانتون کابل و سید جمال الدین و ابن سینا و دیگه جایا. به گمان اغلب سالهای 42 اینا با هم آشنا شدن، ولی در سال 1300 دمو سال 1342 حفیظ الله امین با استفاده از یک بورس تحصیلی برای تحصیلات ماستری به پانتون کولومبیا امریکا میره، و وقتی اونا میرن امی کنگره هم در زمان داری میشه که اونا نیستن. من تو شخصا فکر میکنم که در جریان که انوز کنگره دایر نشده بوده، حفیظ الله امین با جمعی از دیگرها با هم آشنایی حاصل کردن، اینطور نبوده که از آسمان آمده یا از امریکا آمده و داخل حزب شده. و در سال 44 که به اصطلاح شایپور انشابات و جدایی ها نواخته می شد، هر کس برای خود رهبری تیار می کرد و حزب تشکیلاتش موجود می بود. اگر شما تاریخ حزب که در کتاب پنجشیری در اون مورد بسیار دقیق نوشته شده بخونین، در اون گفته شده که از سال 44 تا 1347 چندین دفعه کمیته مرکزی
خلق، پرچم، از محفل انتظار، گروه زار فوق، اینا تغییر و تبدیل شدن، اشخاص نو آمدن. دمی جریان چون اینطور نبود که یک کسی بشینه مثل مامور دولت وارد شش رتبه بشینه باز سه سال ترفیع کنه باز قدم داشته تو گپ نبود. مثلا کسایی که بسیار فعال بودن آجل آجل اونا در کمیته ها جا میگرفتن. من فکر نمیکنم که یک کدام چیزی مهندسی شده بوده. من میفهم که حفیظ الله امین رولش ده حس پسان چی بوده کل ما شما شاید بودیم، اما در وقت شخص فعال بوده و به اساس فعالیتش یادم به سطح رهبری آمده و ایره همگی ایره میگن. البته تعصبات وجود داره، ما خودم هم از مسئله حفیظ الله امین بسیار ضرر دیدیم و در جنبش دموکراتیک هم ضرر دیدیم که این موضوع بحث جداست که سر از اون باید بحث رو بیره. اما وقتی که در مورد مسائل سیاسی و تاریخی صحبت میشه باید اینی مسائل گفته شود. اتر نبود که یک آدم عاطل و باطل بود آمد و چیز ساخته شد. دکتر صاحب تصور نمیکنن که همون اونم قدر کتاب که شما در مورد تاریخ حزب خواندین شاید که یک نیم شما هم خوانده باشم و با رهبرای حزبی با اکثریتش مثلا کارم داشتیم از نزدیک رشتیم هم گپ زدیم. فکر نمیکنن که یک اندازه نسبت به دیگرها ترکی صاحب بیشتر تفقد و مهربانی و خوشبینی داشت به حفیظ الله امین و یک اندازه خلاف نرم ها و موازین تشکیلاتی هم وقت قسمه که باز ما تاکید میکنم که نخیر ایرارشی وجود داشته باید امکان داره. اتر نبود که بیخی همه چیز 100% درست بوده و امکان داره که مثلا ما خود ما امیال ما با فعالیت های فرنگی و سیاسی میکنیم امیال بین مزله ما گرفتار هستیم. یک نفره که بسیار فعال باشه ما با او بسیار تر توجه میکنیم، یک کسی که کم فعال باشه حتی اگر خیشای ما باشه ما با او کم توجه میکنیم. بهتر نبوده که مثلا اینا کدام خیشایی داشتن یا کدام مواسطه بوده یا کدام مثلا بوده. من تو احساس میکنم که بسیار دستوپایی بوده، امی علت زمین بوده که زودتر این که انسان فعال بوده و خب بله. یک بحث کاملا دیگه جداگانه این جداست که پسان چی گپا شد این مسئله جداست. نظر ترکی صاحب در مورد برانداختن رژیم محمد داود چگونه بوده؟ آیا واقعا دستور برانداختن جمهوری محمد داود داده؟ یعنی در این مورد بسیار گپا گفته میشه و بسیار شما میخواییم از زبان یک عضو فامیل ترکی. به نظر ما انقلاب حرکت انقلابی هفت ثور یک نقطه عطف تغییرات بسیار عمیق بود که در جامعه افغانستان از 10-15-20 سال قبل آغاز شده بودند و حوادث انقلابی رو پلان نمیکنه کسی که بیانی را کودتا را پلان میکنن. از این لحاظ ما ایره میتونیم بگویم که این پلان هیچ کس پلان براندازی رژیم داوود تیار نکرده بود. شما اینه فکر کنین در سال 1351 ببینین یک سال پیش از کودتای سردار داوود برای جی دی پی افغانستان در سال اخیر ظاهر شاه 16.5% سقوط نشان داد. یکی از علت مهم حرکت به طرفداری سردار داوود سقوط اقتصادی بود. در سال 1355 و در سال 1356 اقتصاد افغانستان 5.5% رکود نشان داد در سالش. غیر از او نیروهای معادله مولده کشور که رشد کرده بودند برای اونها زمینه ها وجود نداشت. 1 میلیون نفر ما به ایران و به خلیج مسافر شدند و بیشتر از 1 میلیون جوانم به زور از مکاتب کشیده شدن که باید اینا اصلا فرش کانکور جور کنن که باید اینا براین و نیروی کار شدن که باز خلیج برن کار کنن. یک فکر جور کرده بود سردار داوود، ولی زیربناهای اداری و مدیریتی و منابع بشری ایجاد نکرده بود. غیر از او حکومت کاملا تجرید شده بود و زمینه های از این که حکومت پیش بره وجود نداشت. وعده هایی که در خطاب به مردم سردار داوود به مردم داد که وعده های بسیار مترقی و روشنفکرانه بود، این وعده ها عملی نشدن و در سر کاغذ ماندن. و موضوع حبس کردن رهبرای دموکراتیک خلق یا حمله سر تظاهرات از اینا هیچ چیزا با شرایط ذهنی حرکت انقلابی هفت ثور ایجاد کرد. کسایی که در این مورد احساسات گپ میزنن باید یکمک که اگر دو جمع دو رو یک جای کنن 4 میشه.
تو که ارقام امرای حوادث، امرای بعض مسائل، امرای پاپولیه که دیگه بگذارن، باز کمه فیصله معقول ایجاد میشه. اما اگر متر معقول فکر نکنیم، به اصطلاح بی خلطه فکر کنیم، او گپ دیگه است. ما امروز مردم ها باز دیگه مسائل گپ نمیزنم. اما هیچ کس پلان براندازی رژیم داوود ایجاد نکرده بود، جور نکرده بود. برخلاف دموکراتیک خلق یکی از مهمترین طرفدارای رژیم داوود بود. شما خودتان اون شما از شاخه پرچم هستین، شما میفهمید که شما در او نظام سردار داوود بسیار رول مهمه پرچمی ها بازی کرده بودن و رول تا یک اندازه رول خوب بازی کرده بودن. بعضی خلقی ها در ولسوالی ها ولسوال بودن که پرچمی ها نمیتونست اونجا نفر نبود یا نمیتونست رفته، باز خلقی ها بیچاره اونجا معلم بود او رو ولسوال مقرر میکنن. از این لحاظ دموکراتیک خلق به صورت عموم طرفدار سردار داوود بود، ولی شرایط عینی و ذهنی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و پسان سوی مدیریت با هم دست به دست هم دادن و زمینه سقوط رژیم ایجاد شد. جناب دکتر ترکی، یک کتاب نه که ده ها کتاب ها شما خواندین، ما خواندیم و حتی شاهدای زنده هم وجود داره. یک نمونه با شما میگم. جنرال قادر به صورت مستند نوشته کرده که یک سال پیش از پیروزی شما انقلاب میگین، یک کودتا میگه، کودتای ثور یا قیام ثور، میگه که ما، یعنی جنرال عبدالقادر، با تحت رهبری حفیظ الله امین، اسدالله سروری، اسلام وترجان و شیرجان مزدوریار در درون خانه اسدالله سروری جلسه کردیم و پلان کودتا و برانداختن رژیم محمد داوود همونجا طرح کردیم، به اصطلاح پخته ساختیمش. طبیعی که یک سال پیش که بوده، یک دو سال پیش خیا به اصطلاح بگو مگو کردن و گپ زدن تا که به این نتیجه رسیدیم و نهایی ساختیمش. اما شما در صحبتهایتان میگید که یک حادثه کاملا تصادفی بوده و دولت داوود یعنی عمل کرده. در این جای شک نیست که یکی از انگیزه ها از دید زمانی که در امون زمان شوه و دفتن شوه عمل داوود بوده. و شما خوب میفهمید که حتی ترکی صاحب و جناب کارمل و رهبری دست اول حزب وقتی که زندان میکشه شد، ده ها کتاب در این مورد وجود داره. بله. ما اصلا آگاهی از انقلاب تا نداره و اینا دستور نداره، نه ترکی دستور نداره، انشا حزب دموکراتیک خلق افغانستان دستور کودتا بزرگ داوودخانه در امو زمان حداقل نداره. بلان داشته بلکل بلکل، چون کودتا نشد، کودتا نشد. یک تحول بسیار عمیق به مراتب بزرگتر از کودتا با وقوع پیوست. حزب دموکراتیک تا سال 1356 با بزرگترین حزب تبدیل شده بود. راستاسر دولت داوود تیره میفهمید یک کسی که بزرگترین سازمان سیاسی در کشور داشته باشه، یک کسی که 15 یا 14 یا 15 هزار عضو داشته باشه که اکثریتشان بکالوریا خواندن، فاکولته خواندن، معلمین هستن، مدیره هستن و سایمن سبا هستن، آیا میتونه ایتر یک سازمان و یک تشکیلات کسی از نظر دور پرته و به اسلام بگیره؟ اما بسیدانش دکتر صاحب محترم، یک طرف سوال ما ای بود که این امی کودتا را حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک طرف معتقد است که اصلا نکده، اگر پلان هم داشته باشه که پلایده است. اینا ما به شما گفتم کتاب خاطرات قادرخان بخونید و او دروغ نمیگه. اگر دروغ بگه یکی دو تا سه تا شیرجان مزدوریار اصلا خب اون واضح است، زنده است اگر دیگه فوت کرده واضح. یا میگن که ما پلان کودتا رو ترک کردیم و پلان هم میگه که ما کودتا کنیم. خب ایگا پایست که باید زیادتر سرش صحبت شوه. ما به این نظر استم که دموکراتیک خلق کودتا نکرده و کودتا اصلا انجام نشده. شرایط تغییر رژیم، شرایط اجتماعی اقتصادی از او برابر شد و حزب آمادگی داشت، حزب دموکراتیک خلق آمادگی داشت، رهبرایش آمادگی داشت، سرمنصباش آمادگی داشت و اونا خودشان گفته بودن که ما تا که رژیم داوود میتونه مدیریت کنه ما غرض نمیگیریم. گفتن امیرم شما خانه رد من تا که او میتونه مدیریت کنه ما غرض نمیگیریم، اما اگر تنظیم های جهادی بیایه و اخوانی ها بیایه، مثلا اگر خودش مدیریت نتونه دیگه، باز ما دیگه مجبور دیگه کار دیگه چاره نداریم. و همین چاره ایجاد شد و همون فرصت به دست آمد و این کار انجام دادن و این کار بسیار کلان در تاریخ معاصر افغانستان است که ما باید مطالعه شود و عواقب سیاسی از او، اقتصادی از او،
تاثیرات فکری از او تا امروزی باید صحیح مطالعه شد، تو نه که از میکروفون و از سپیکرهای غربی آدم جا جار بزنه. کسایی که مطالعه میکنن ما حاضر هستیم که چه جور مطالعات انجام بدیم و چیزای مثبت هم داشته، بسیار مثبت، چیزای منفی هم داشته. اینا باید همه از این هیچ انقلاب تاثیراتش همش مثبت نبوده، هیچ تغییر انقلابی مثبت نبوده. شما تا حال این خیزش هفت ثور یک انقلاب میدانن و به این معتقد هستین که این رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده که انقلاب انجام داده، اما تر میگید شما؟ ببینین ما بالکل معتقد هستم که یک تغییر بسیار کیفی در تاریخ افغانستان بود، نه خود جای شک نیست، یک تغییر انقلابی بود و یک کودتا نبود. مگر کودتا می بود امو قادر خان در سر قدرت می ماند، امو شجاع مزوریا سر قدرت می ماند، قادر خان خود حزب حزب دموکراتیک خلق بود، بالکل اونا سرمنصبا بودن، سرمنصب قدرت دستشان بود. یک کودتا نبود. کسایی که در مورد چی میکنن تحقیقات میکنن، یک همه که از مزیر چتری غربی براین یک همه راشنال معقول چی کنن، چی تغییرات را بعد از افتثور پیش از افتثور ببینن، بعد از افتثور ببینن که چی تغییرات در جامعه آمد. تغییرات مثبت هم یک طرف کنن، تغییرات منفی هم یک طرف کنن. تا امروز باز اونجا خودشان حساب کتاب ها بگیرن، ماشین حساب بگیرن، حساب کردن میتونن، بسیار آسان است. البته کسایی که در کسب تحلیل معقول هستن، کسایی که در کسب چی هستن دیگه، اونا را جناب ترکی شما اینا گفتین تغییر بنیادی و کیفی، واقعا یک تغییر بسیار بزرگ آمد، یک رژیم که چپه میشه تغییر میه. چرا در نخستین روزای هفت ثور دولت بسیار با خشونت برخورد کرد و حزب دموکراتیک خلق افغانستان حتی در بین خود بسیار صدای ما انعکاس میکنه، گمان کدام چیز ما چالانه اگه مورا گل کنن ترکی سب که صدای با بسیار خشونت برخورد کرد، مثلا خانواده جریانی که سر محکمه یا کشتار خانواده داود بود رو هم شما میفهمین، حتی یک جناح حزب در نخستین روزهای هفت ثور یک تعداد کادر و سایر منصبهای جنای دیگه حزب ترور کرد به شکل بسیار غیر قانونیش، غیر اصول پرنسیپ های حزبی و ایر عبدالوکیل هم نوشته کده، قادر خان هم واضح در کتاب خود نوشته کده، پنشیری صاحب هم نوشته کده، این خلق و پرچم گروه هایش نوشته کده و در نهایت یک انشاب بسیار وحشتناک آمد که یک گروه کاملا تبعید شدن، کشته شدن، زندانی شدن و یک گروه خاص سر قدرت آمد، گپ از دکتاتوری پرولتاریا زدن در او جامعه عقب مانده، همه چیز رنگ انقلابی گرفت. یعنی به عبارت دیگر بیاییم ساده بگویم که دولت بسیار با خشونت از نظر شما برخورد نکرد با مردم و با گروه ها و تیپ های مختلف و اقشار و طبقات مختلف مردم. در شروع یه گپ درست نیست، یه گپ هم رد میکنم. در آغاز ببینین از سال 56 حساب کنیم، ما بر شما گفتم که حزب دموکراتیک مثل احزاب دیگه مجموعه از شخصیت ها و گروه ها بودن، هر کس منافع و خواسته های خود داشتن پلوی در جنب خواسته های فکری و سیاسی. در سال 56 گروه پرچم با بسیار هوشیارانه و از سیاسی تانستن که در وحدت با خلقی ها شامل شوند و این بسیار یک وحدت بسیار مفید بود برای پرچم یا و بسیار یک مدیریت قوی کردن اونا. یعنی در حقیقت با 10% تاثیر اجتماعی و سیاسی اونا تانستن که در یک حزب داخل شوند و 50% به اصطلاح شریک سیاسی شوند و این زمانی هم بود که حزب تاثیرش در جامعه به مراتب بلندتر شده بود. وقتی قدرت هم میگیرن اینجا مسئله در کجا پیدا میشه؟ ما کدام وقت اگر فرصت بیایه ما باز در مورد بسری ها و خودسری های فیزولامین هم از اینجا شروع میکنم که چرا او خودسری ها شروع شد. در سال 57 شما تصور کنین که البته پرچمی ها در 56 در حزب داخل شده بودن و اینا یک رول بسیار مهم را احراز کرده بودن، بعد چند ماه قدرت را به دست می گیرن.
و بعد از سال 57 از ماه ثور جدال به سر تقسیم قدرت آغاز میشه، به جای اینکه به اصل مسائل توجه شوه. مثلا اینا میخواستن قدرت 50% قدرت برشان داده شوه در تمام دولت، که بسیار درست است، اما آدم نمیتونه در وضعیت که انقلابی به وجود آمده، حکومت نو گرفتن، تمام حزب آمادگی به این نداشته که قدرت رهبری کنه، برازی که هیچ چیز پلان نکرده بوده. و مثلا در وزارت 46% پرچمی است، 54% خلقی است. مثلا موین اول باید پرچمی باشه، به جای اینکه موین اول موین دوم نه. ببینین، ما نمیخوایم که با شما امی صحبت به یک به اصطلاح باشگاه گفتمان چیز بکشم، جناحی بکشانم. ما سر انسان ها، سر وزارت ها صحبت نمی کنیم، سر پروسه ها، سر روند ها و سر گپای بسیار کلان باید صحبت بکنیم. ما سوال ما این بود که چرا خوش به حزب دموکراتیک خلق افغانستان به یک حزب خشن و دیکتاتور تبدیل شد و در نخستین روزها 17 نفر از اعضای خانواده داوود خان ما که بچش مصاحبه کردم و دکتر صاحب محترم 13 ساله بود گفت که ما زخمی شدم و پیش چشم ما گفت طفلای 4 ساله و 5 ساله ما کشته شد و در بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان مناقشه داغ از همین جلسه شروع شد و تا بسوی که بابا کارمل خیف که گفت نکنه نمیره خونین نسازین ای حزب ای انقلاب بر جهانیان یک اگزامپل بد نمانین. اما ترکی صاحب هم گفت که باید کشته شود، لایق صاحب خیف از پرچمی ها گفت دا فراون باید بو باشنیش و امین صاحب بر آمده دون که پسان آمدن گفتن در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته، پسان خبر شدیم که اینا را کشتن. بعد از او در میگه شروع شد کشتن. اتراز چون شما در مورد پروسه ها شروع که موضوع سردار داوود و نوشته شده و لازم نیست که من تکرار کنم، حزب به این نظر نبود که باید از بین بره کشته شود. اونا گفتن که به جای محل ببرشن و باید تسلیم شوند. این حال جزیاتش خود یا کسی که در این حادثه بوده اونا نوشتن و این یک چیز سیستماتیک نبوده. امکان داره که امین ابتکار کرده باشه، امکان داره که اول امی حادثه قتل خانواده سردار داوودی مستند شده، بسیاری ها آل نوشته کردن، لازم نیست که سر از او چی کنه. حزب به این نظر نبود که او از بین بره، تعداد خانواده دیگه تیاره که اونا خودشان خود از بین بردن نمیگرد. نه خیر نه ایره شما بخوانین دیگه، اینال از من چرا پرسان میکنین؟ من معلومات بیشتر از این که کسایی که نوشته کردن ندارم و همون نوشته های از اونا درست است که سردار داوود چه قسم کشته شد، چرا تسلیم نشد و کی فایر کرد اول و نه تنها که خدا بلکه اعضای خانوادش هم کشته شد و یک تعداد اعضای خانوادش که زنده ماندن اونا نشدن کشته، اونا رو در تیاره روان کردن به ایتالیا. درست؟ حتی زیوراتشان هم، کالایشان هم، شش ماه در پلچرخی زندانی بودن، حتی اطفالشان، طفلای 12 سالشان باز از انتقال کردن. دیگه مسئله ازی که چرا بله در شروع خشن وجود نداشت، مردم ها و هزارها نفر پشتیبانی کردن، به ارگ آمدن، به خانه خلق آمدن و خواهشات خود شروع کردن، اما آرام آرام به طرف خشن شدن رفت. چند دلیل در خشن شدن بود. اولین دلیل کلان خشن شدن این بود که در مابین حزب تر کودتا مثلا ریخته شد. امی کدام زمان بود ترکی سب که ترکی در مای سرطان، جوزا، سرطان، دو ماه بعد، سه ماه بعد از هفته ثور طرح کودتا ریخته شد و یک تعداد افسرهای پرچمی خود خدا بیامرز ببرک کارمل اینا همی طرح جور کن که ما را 50% نمیتن، پس باید ما رژیم تغییر بتیم و اینا تا اندازه پیش رفتن که در پغمان جای چون در دولت اونا رول بسیار کلان داشتن، وزارت ها دستشان بود، موترا پیششان بود، فرصت زیربناها داشتن، بسیار از او استفاده مؤثر کردن، مجالس تنظیم کردن، اونا خبر نداشتن که حفیظ الله میکنش ثبت میکرد. همین انگیزه که ببرا کارمل کودتا میکرد چی بود از نظر شما دکتر صاحب؟ چرا؟ یعنی یکی از دلایلش موضوع 50-50 بود، یکی از دلایلش همو نتایج انتخابات سال 44 تا 47 بود که طبعا هر کس میخواست که رول برازنده تر در تشکیلات و سازمان سیاسی کشور داشته باشه. من یک نوشته بسیار مبسوطی را
به مناسبت فوت ببرک کارمل نوشتیم و امیدوار هستم که ایره نشر کنیم. در اونجا ما بعضی مسائل بسیار مهمه سرش بررسی کردیم، بازم رو امیدوار هستم که شما بخونیم. ولی اولین سنگ خشونت و اولین سنگ که بی‌اعتمادی ایجاد کرد این موضوع بود و این موضوع نه تنهایی که بی‌اعتمادی ایجاد کرد بلکه حفیظ الله امین تشویق که چونو در حوادث انقلاب سر بسیار رول مهم بازی کرده بود و گفت که خب ما اینجا خدر زامت کشیدیم یا کسی میای اینجا کودتا میکنن باز 50% میگیره اینه تپش اینه یعنی فرمال حفیظ الله امین و گروه پرچمی ها را به این خاطر کشتن قلق قمه کردن که اینا کودتا میکردن و حفیظ الله امین هم عصبانی شد گفت برادر ببرن اینا یک یک بکشین زیر ربری ترکی سایب در حالی که در اونجا قوانین وجود داشت، محاکمه وجود داشت، هنوز ببرک کارمل سفیر نشده بود، ایرکش میکنن باید میاردن در محاکمه اسناد ارائه میکنن که برادر تو کودتا کدی این خودت کت کشتمن کت اعضای ربری کت عظیمی همه ایدام. ببینیم بر شما دو قصه جالب رو میکنم یک لحظه که من سوال خود تکمیل کنم. مسئله دوم ای که ایخ ببرک کارمل خود کودتا میکرد این همی مجددی تا که مرد بیچاره داد میزد که برای خدا ما هنوز در افغانستان بودیم که 72 تن از اعضای خانواده ما را خلقی ادام ایکسر جدی که ما را بهتر در بدر کردیم ستمی ها میگفتن که ما تک تک شدیم یکی به نام اشرافی، یکی به نام اخوانی، یکی به نام شولایی، یکی به نام سلطنت طلب، یکی به نام طرفدار داوود. ما مصاحبه کردیم که دکتر صاحب شرک یک شخصیت بسیار بزرگ در وقت میگه داوود تلون آنقدر بزرگ در برابر ما بی‌حرمتی کرد که هیچ اندازه نده، مثل از این موسی شفیش در روز اول کشته شد. پس اون بود چیزای اکسترا جودیشری شده و باید تحقیق شد. اما ما برای شما دو تا اپیزود کوچک میگم ممکن برای خواننده ها بینینده ها بسیار جالب باشه. من در وقت سنم 14 ساله 15 ساله بودم، من در خانه خط غربی تصادف هم بود در محویلی ششتر بود ترکیسه من مموجه بودم، من هم میفهم فوتبال میکردم یا چی. امی یاورش آمد گفت قادر خان آمده. بله. گفت چی میخوای قادر خان؟ گفت وزیر صاحب پیشین دفاع آمده. من گفتم چی میخوای قادر خان؟ گفت صاحب میخوای شما را ببینه. این بعد از اینکه از وزارت دوباره دور شده و طرحشان کودتایشان هم افشا شده این آمد اونجا استاد بود که پیرانتوان به جانش ام در کیسه بیچ کچ گپ نز گفت سنگه گفت چه خبره ده او استاد بود هیچ چیزی نگفت. گفت چرا این کار کردن؟ گفت سیب شد. ام قادر خان به فارسی برش گفت سیب شد. گفت برو. وقتی که اونا رفتن به میاور خود گفت خب خیر ایره روان کنین به ولایت به هرات ولی مقررش کنین، مادرشم در اونجا است، مریض است، اما سرپرستی مادر خودم کنه، یک سال بعد مسائل سرد میشه، آرامتر میشه، پس میخوایمش. یعنی از لحاظ سیستماتیک که تو قسم نبود. مثال دیگهش روزی که کارمل به سفارت میرفت، شما میفهمین که پیشتر کسی با مادر بود کاملا روزی که کارمل میرفت ورسیشان شما خبر داره که با ترکی سب چی گفته بود ترکی سب با کارمل. ما خودم اونجا استاد بودم. دستش ماچ کرد گفت مگر کدام گپ شده ببخشین. گفت شما برین بگذارین که آرام هر چیز که آرام شد باز ما شما هستیم گپ میزنیم صحبت میکنیم انشاءالله هر چیز درست میشه. اینه ایچ ای پیزوتا رو ما شخصا شامل بدیم، دیگه پیزوتا رو دیگه کس هم شامل بدیم. یعنی باعث سیستماتیک دموکراتیک خلق پلان نداشته که کارمل فرار بتاید. کارمل خودش یکی از شخصیت های جنبش دموکراتیک بوده و رول بزرگی را قبلا بازی کرده بود و میتونست بعدا باز هم بازی کنه. این برای دولت کار خوب نبود که مثلا پرچمی ها از سیستم برآمدن، ولی باید این را قبول کنیم که در این مورد پرچمی ها فعالتر بودن که خود تجرید ساختن. در این مورد باید ما شما رو قبول کنیم. البته خلقی ها هم اشتباهات بسیار جدی، یعنی شما اینطور میگین که پرچمی ها که حذف شد گناه خودشان بود و در نتیجه به اصطلاح ماجراجویی هایشان اینا کشته شدن، تبعید شدن و حذف شدن از دولت. نه، من این رو نمیخوام بگویم که 100% اونا مسئول بودن. این پروسه ها قبلا جریان داشت، ولی شما وقتی که در یک رول دوم در یک نظام میایین
و بر شما زمینه ها ایجاد میشه، شما در دولت هستین و گرم و گرم هم است، شرایط انقلابی به وجود، یک معلم موالی شده، یک معلم دیگه ولسوال شده، حوادث بسیار جدید جریان بود. در این وقت مردم خیشتنداری میکنن، آرام میشن. همین که خدمت شما هست، این از این لحظه ما معذرت میخواییم من حیث یک کس که شما سوال میکنم، ما بسیار ببخشید با حفظ احترام به شما، بوی شوینیزم و عظمت طلبی جناحی حزبی رو در وجود شما میبینم. شما پیشتر گفتین که پرچمی ها 10% بود و خلقی ها 90% در جامعه چیز داشت، در حال که یک حزب بودن دو شاخه، معادل هم حتی در بسیار مسائل در شهرها پرچمی ها، در قریه ها شاید خلقی ها، در قوای مسئله شاید خلقی ها بنابر بیز پشتونی از او، و در بسیار جای پرچمی ها نفوذ داشتن. در کنفرانس وحدت امیدوار هستم که اسناد از شما دقیق در سال 1356 بین دو جناح مطالعه کرده باشین، که اونجا تو گفته نشده که پرچمی ها 10% نفوذ دارن، بنابراین 10% ما برشان میتیم و خلقی ها 90% 90%. اونجا 50-50 همیشه دو جناح با هم یک جای بوده و ایج امی مسئله فیصدی مطرح نبوده. ما فکر نکنم که بابرا کارمل و پرچمی ها، البته یک تعداد زیاد هم تصور میکنن، اینجا نوشته کردن من پیشتر دیدم، که در فکر ازی بوده باشه که برادر اگر برای ما 50-50% میتی نقش وزارت ها را، مامورا و مرزا قلم ها ما را میسازین، خوب اگر نمیسازین دیگه نما بسید سان کودت ها میکنیم. اینجا هر سر پرنسیپ ها بوده، اینجا هر سر ازی بوده که دولت با خشونت رفتار نکنه، اینجا هر فرضی بوده که دولت امو مرام را که از مرام را که گفته مطابق امو مرام جبهه متحد ملی دموکراتیک و ایجاد شود، اینجا هر فرضی بوده که حکومت و دولت تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان افراطی عمل نکنن، تحریک نکنن مردم ها، امسایه ها را، جهان ها، که ما با این وضعیت که فعلا مواجه هستیم مواجه نشیم. و در اینجا اصلا ترکی صاحب، ما میخواستم همین سوال رو بکنم که پس نقش رهبری کننده ترکی صاحب در این زمان چی بوده که عبید الوامین این شکل و به این شکل شما در گپایتون بعضی حقایق مهم وجود دارن. در مسائل جدایی و کودتا دو ماه بعد از هفت ثور به وجود آمد. در دو ماه اول هیچ دولت اقدامات جدی هیچ نکرده بود، ولی اختلافات، من خودم شاید نبودم، اما ما درست گرامی بس ببخشین، اگر ما به شما 10 تا کتاب نشان بدم از رهبرای خلقی و پرچمی ها نه، و کم از کم 100 نفر نشان بدم که اینا کشته شده در دو ماه اول، شما باز چی میگین در این رابطه؟ خب اونا باید تحقیقات شوند. ما خودم شخص هستم که در مورد کشتن کاملا یک نظر خلاف دارم. ما در سیاست، خصوصا در سیاست وقتی که هم فکر و هم عقیده و رفیق باشه، کشتن بسیار مجاز نیست، بسیار غیر قانونی است، غیر اخلاقی است. در این مورد ما بالکل ما نظر بسیار روشن دارم، و اگر این کار خلقی ها کرده باشه یا پرچمی ها کرده باشه، اینا کار بسیار نادرست است. ولی ما من حیث یک چیز، یک جریان کرونولوژی حوادث برای شما میگم که در شروع 57 حوادث مهم به وجود آمد که یکی از اونا طرح کودتا بود. بعد از او حفیظ الله امین فرصت‌های بسیار بزرگی را به وجود آورد که ایره قلع و قمع کنه، و نه تنها ایره قلع و قمع کنه بلکه برای گرفتن تمام قدرت کار شروع کنه. در بین امید دو حادثه یک گپ دگام صورت گرفت که در جلسات مطرح می شد که باید ما جبهه متحد ملی و دموکراتیک آغاز کنیم، جور کنیم. یک از چیزهایی که ترکیسه برای اینا می گفت که بسیار خوب است، بیاین اول امی جبهه متحده از امی کسایی که با ما بودن قبل از امی ها اول ایجاد کنیم، اول امینا را بیاریم در نظام. این نظام، در این نظام تغییرات بزرگ آمده، اقوام مختلف شامل شده که قبلا نبودن، محلات مختلف شامل شدن. اینا را، این اولین جلسات دمی ماهای جوزا با مثلا با طاهر بدخشیر دعوت شد و حزب سازا که بیان در نظام شامل شوند، و شما شاهد هستین که طاهر بدخشیر بیچاره خودش آمد، اونو حزبش نامد، به جایزی رفتن در بدخشان بغاوت گرفتن، شروع کردن، یک دو لیست ولیم سقوط کرد.
دادن یک چند نفر هم کشته شد. مثلا باز زایر و فوق که در حزب نبوده و زمان با اونا تماس شدن. حتی خبرایی که من دارم حزب افغان ملت که وقت هم یک حزب نسبتا مترقی بود، نسبت به احزاب تنظیمی و جهادی مترقی تر بود، اونا با دولت صحبت ها را شروع کرده بودن. به خیالم خود امین با امین واکمن نشسته بود صحبت کرده بود در مورد ازی که چطور حزب افغان ملت به می جبهه دموکراتیک بپیونده. متاسفانه این کارا به خاطر اینمی نشد که یک تعداد گروه خوش نبودن. خلقی ها بسیار میخواستن که رول رهبری کننده داشتن، چون که به اصطلاح شکار اینا کرده بودن، به اصطلاح انقلاب یا پیروز کرده بودن. اینا زیادتر و پرچمی ها میگفتن ما مساوی. این گپا هست، من گپای شما را رد نمیکنم که در او وقتی مسائل بوده، ولی امی که چه قسم کرونولوژی تغییر کرد، یعنی دلایل عمدهش بود. من مسئله فیصدی من به خاطر این مسئله این موضوع را میگم که پرچمی ها کادرهای بسیار زبده و مهم و خوبی داشتن و در چندین سندی وجود داره و چندین شاهد زنده وجود داره که در سال 56 خلقی ها از این وحدت کاملا ناراضی بودن و یک خلقی ها اختار داده بودن که ما از به اعلام میتیم. مثلا در ولایاتی هست که هیچ پرچمی وجود نداره، یک نفر وجود داره، ما او رو میارم منشی کمیته ولایتی میسازم، دیگه هیچ اعضا نیست. این چیزا وجود داشته. ما به بنیاد از این مسائل میگم. در غیر از او در او وقت ارقام دقیق واقعا وجود نداشت، اما امی شاهدا که این مسائل میگن در بسیاری ولایات پرچمی ها کمیته و رهبری و چیزا نداشتن، اما چون در پرینسیپ در وحدت 50% صورت گرفته بود، در این وحدت احترام صورت گرفت و ترکیه سر میتوند. جوان شما خود دکتر هستین و امی لحظه هم میگین که همیشه روی ارقام اسناد مگر نیست. آدم های ساینتیفیک که مرغمی لحظه که خوشم میاد که شما صحبت میکنم که شما باید اکادمیک صحبت کنین و بسیار حرفایتان هم به می شکل میگین. ما هر حرفی که میزنیم روی ارقام باید بگویم بی‌طرفانه. اینمی صدیق فرهنگ شما بخونین، در نوشتهش نام گرفته اسم ولد چند صد تا پیشوار، کارگر، جوالی، مستری، گلکار انداخته که در اینمی دو ماه اول انقلاب کشته شده و شما میگین که رفیقای ما رفیقای خود خود باید نکشن. حتی مردمان اون مخمخ بر امی حس پاید به کارگرا و دیخانا بود. ای ادو آوازیت شده بر صورت. دیگه شما بیاین یک رقم نشان بتین که در ولایت غور مثلا یک تا پرچمی بود ولی بیست تا خلقی. این همه ترکیز هم وجود نداشت. این همه ترکیز در مسائل اقوام مردم افغانستان هر کس که میگه فلان قوم اکثریت از شما میفهمید که هیچ گونه ارقام تالی وجود نداره. این کلش فقط یک تخیل است و ما باید به شکل تخیلی صحبت نکنیم. و تشکر از اینکه این مسئله را شما گفتین. دو گپ دیگر در دکتر صاحب محترم خدمت شما میگم. شما چون میگید 15 ساله بودین، بسیار گپ ها را شاید در حضور شما نگفته باشن. وقتی که ببره کارمل پیش ترکی میاد، دو به دو میشینن، به اصطلاح وسپر میگن، نه به انگلیسی، یعنی پست پسکانی میکنن. میگه که من خو میرم، ببره کارمل برای ترکی میگه، ولی وشت باشه که ترکی برش میگه که تو را میکشتن، میکشت امی امین. میگه که در مجلسه که بابا کارمل میخیزه میگه دولت خانواده داود کشتن نشه، امین میگه به ترکی میگه، میگه این امین جمعی محاکمه سرایی میکنم، فکر میکنم میکشمش. باز ترکی سر میگه نه، اگه این کار را بکنیم امین لحظه از تو جدا استم. امین جریانه بر بابا کارمل میگه، با بابا کارمل بر ترکی میگه که ترکی سر گوشت باشه که زندگی خودتان در خطر است. و ترکی سر میگه آما میکنم. بلکل. ما ایره تایید میکنم. متاسفانه زندگی ترکی سر. چون امروز گپ هم در مورد زندگی نورامه ترکی است. زندگی از اونا با وجود از که باید تاثیر بسیار کوچک در جامعه افغانستان میداشت. تاثیر بسیار کوچک. آدم بسیار بی واسطه. یک آدم بی اقتصاد. چی بوده؟ ولی تصادفاً و به اساس زحمات در مرکز ثقل حوادث بزرگ قرار گرفته. ترکیسف شخصیت کاملا صلح‌آمیز بود و هیچ زمان در مورد وایلنس و تشدد و طرفدار نبود. حتی در روزی که قماندان هوایی حمزه پیشش میاد که ما ارگ بمبارد میکنیم، بر از اونا میگه که ما به زور رهبری نمیکنیم. امیر خوب شد گفتین. جناب دکتر صاحب، از دید شما امی
نقش رهبری کننده در کسب عدم جریان چگونه شما میبینید؟ یعنی فکر میکنید که همه خوبی های رشا میمانیم، خوبی هایی که من نمیگم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان جناب خلق خوبی های خدا نداشته، کارهایی را انجام نداده، او را او حسابش علایده است. اما وقتی که به می بحران کشانده میشه، هم افغانستان بعد از هفت سال، هم حزب به اصطلاح وسیله نابودی خود به دست خود مساعد میسازه و بالاخره به سطحی که بنیادگذار حزب، پدر معنوی حزب، رهبر حزب، منشی عمومی حزب، نور محمد ترکی به شکل بسیار فجیع توسط نزدیکترین شخص خود که تا او را بچه میگه و فرزند میگه و دستش ماچ میکنه، تمیشه خلاف تمام نرم های حقوق انسانی و حقوقی داخلی و بین المللی. چی جای کار میلنگید که حزب ترکی این قسم فاجعه بزرگ، توتالیتاریزم، دیکتاتوری، ماجراجویی، کشتار و پرابلم ها سوق شد و بالاخره تا سرحد این کشتار دوام کرد که از مردم عادی و یک جنای حزب و دیگر گروه برابر حزب ترکی یک حیثیت یک رهبر سیاسی را داشت که با کلیات میدید زیادتر. مثلا وظیفه همی که ما چرا قدرت گرفته میتایید بخاطر از این است که در ارگ بشینی و نان و بخوری و خورمه بخوری و به اصطلاح عیش کنید، او آدم تو آدم نمید. او به کلیات میبید که وظایف انقلاب ملی و دموکراتیک افغانستان چی است و حالا باید کدام وظایف را انجام بدن. از روزای اول در مورد اصلاحات عمیق اداری و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مثلا برنامه ها را ایجاد کرد، ولی در شروع متاسفانه یک رول جدید برش ایجاد شد که او خلاصگیر یعنی جناها شد، مجبور بود که افیزلامینا با پرشمیا جنجالاشون هر روز حل کنه و هر روز همی یک تعداد زمان و وقتش به می هم ضایع میشد که فلانی به فلانی چرا موین مخرر کردی گپا. این یک مسئله. ولی با وجود از او در سال 57 1357 تا 1358 ترکی صاحب با 10,000 نفر ملاقات کرد، با 10,000 نفر در سال 57 به اساس ارقام بانک جهانی و اداره انکشاف بین المللی جی دی پی افغانستان 7.5% رشد خود نشان داد. 7.5% در 50 سال آخر افغانستان رشد اقتصادی نداشت. در سال داخل سال 57 وقتی که جی دی پی افغانستان اعلان شد که 7.5% است، ریتینگ افغانستان یک درجه بلند رفت در معاملات جهانی. ای خو از آسمان خو نمیه، خو طبعا یک کار باید یک کس بکنه. شما فکر کنید که دمی 5 سال 4 سال 5 سال آخر دکتر صاحب اشرف غنی رشد اقتصادی افغانستان 2% بود سالانه، 1.5% 1%، اما دو سال 7.5% رشد ما نشان دادیم. این علت عمدی از چی بود؟ علت عمدی از کمک به زارعین بود، رفع سود و سلام بود که دهقانا را از این خلاص کرده بودن و تا یک اندازه هم استیمولیشن یا تشویق فعالیت های زراعتی و صنعتی بود. این حال شما وقتی که میگن که رول از او، اینی رول از او در به حساب کل، به حساب کلان اینی رول مثبت بازی کرد، ولی به حساب از این که بعضی مشکلات هم وجود داشت. من نمیگم پس آن ممکن من در مورد ازی هم صحبت بکنم که کدام درس را ما مثلا چی مشکل بود که تا آخر نرسیدی مثلا موفق نشد. البته من این نمیگم که جریان حرکت انقلابی سر موفق نشدن، موفقیت از او را ما تا بال احساس میکنیم. بسیار. اگر دفت سوری حوادث نمیشد، ممکن افغانستان کامل یک وضعیت دیگه می داشت. بسیار. دیگه از این لحاظ رول مثبت، ولی یک اندازه اونا در جزئیات مشغول ساخته شدن و همی یکی از مشکلات بزرگ ریاست دولت از اونا بودن. آها. بسیار خوب. آقای ترکی، سوال دیگه ما ای از آخرین سوال ما که اگر من حیث برادرزاده ترکی یکی دو خاطره را بسیار فشرده بر یکی دو دقیقه اگر داشته باشین بگوین، و دیگه ای که اگر تو فکر کنین یک سوال یادتان نره، سوال ما که یک خاطره که در خانه واده شیشته این گپ زده این در حوادث، و چون وقت برنامه تقریبا نزدیک به پایان است، و دوم ای که
اگر که شما را اتحادم فکر کنه که دکتر یار ترکی برادرزاده ترکی نیست و یک شخص مستقل است، میخواید یک نقد 2 دقیقه یا 3 دقیقه بکنه. شما در آخر برنامه چی میگین؟ بعد از یک سیگنال میریم یک سلسله تبصره هایی که البته ما پیشتر در ابتدای برنامه گفتم که توهین و تحقیر نباشه یا سوال هایی که باشه میخوانیم، چون این بحث بسیار جالب است و مردم بسیار با علاقه مندی میبینن. بفرمایید. تشکر. خاطرات هست؟ من قبل نوشته این اکتیاد خاطرات ها. یا یکی از خاطراتی است که در تاریخ نوی ثور ما در میرویس میدان کوتی سنگی زندگی میکنم، در خانه کرایی بسیار وضع ما خراب بود و فوتبال میکنم در کوچه. یک موتر مخپول کادیلاک آمد، موتر سیاه، دروازه ما رو تختخ زد، کل همسایا ترسیدن. وقتی دیدم یک آدم، یک دریور دریشیدار پایین شد، گفت خانواده ترکی کی است؟ گفت مینی است. بیاین در موتر بالا شدیم. ما روی خود شوشتیم، زود زود رفتیم در موتر بالا شدیم. ما را به قصر نمبر 1 که دو وقت ترکی سب زندگی میکرد، ما را در اونجا آورد. اونجا که آمدیم بی بی سی میشنید، بی بی سی که خلاص شد، همه ما را قطار شاند زمین، بچه ها دختره همه را برای ما گفت که دی کافر زامنو، اولاده کافر، شما باید داشته باشین که هر چیز تغییر کده، هر چیز تغییر کده. اگر ما خبر شدم که شما در موتر دولتی بالا شده بودین، و یا خبر شدم که ما در عروسی کسی رفته باشیم، یا خبر شدم که شما در کدام دفتر دولتی رفته بودین، پایتون رو مشکنم. یعنی ترکی زد با شما ما اول نفهمیدیم که چرا این میگه، چون ما هنوز دای ثور هست، هیچ نمیفهمیم که دولت دفتر دولتی چی است، عروسی چیه. ما هیچ دوامر مرکز با عروسی دعوت نکرده. ما وقتی که پسان متوجه شدیم، یک ماه بعد، 2 ماه بعد، دیدیم که کارت های عروسی پشت خانه ما کوت میشد 10-20-40 کارت. و مثلا این دیگه نمی رفیقایی که نو به قدرت رسیده بودن دیگه، تجارا بودن، بیدر مردم های عادی بودن، نمی رفیقا بودن، رفیقا نبودن زیادتر، چون اونا خیلی پول نداشتن که عروسی و چیزا کنن. زیادترش هم مردم هایی بودن که کاروباری بودن و همسایا خبر میشن که اینا در قدرت هستن، بیاین یارو داروسی ها دعوت کنیم. چون ما را گفته بود دیگه، ما او کارتا را هیچ نمیتونستیم، داروسی هیچ کس نرفتیم. یا مثلا ما تا به حال مثلا در افغانستان که من میرفتم، ما در موتر دولتی بالا نشدیم. امو استیگما برای ما مانده. دیگه خاطرات ما باز داینده او را شریک میسازم، ولی به نفع، به خاطر نفع زمان، میخوایم یک چند مسئله را بگویم که چی درسی را ما از زندگی نور محمد ترکی میتونیم حاصل کنیم، و ما چی درس را ما شخصا حاصل کردیم و ایر شریک میسازم با تمام چیز فهما. اولین چیزی را که ما از زندگی از او آموختیم ایست که او یگانه شخصی بود که تا سالهای پسینه، تا به مثالهای آخر، یگانه مبارز یا کارکن سیاسی حرفوی بود. یعنی در زمان خودش، قبل از خودش و بعد از خودش، تا به مثالهای آخر، کس دیگه مثل از او به شکل حرفوی سیاست نکرده. درسی که از این ما مختمی است که اگر شما میخواین به یک هدف بزرگتر برسین، یا به بزرگتر از فامیل خانوادهتان و یا قریهتان یا خیشایتان، اگر به هدف بزرگتر ملی و انسانی خود برسانین، باید به شیوه حرفوی به او توجه کنین و وقت و حرفوی و کار انجام بدین. بسیار خوب. درس دومی که من از او یاد گرفتم، استفاده اعظمی از کوچکترین امکانات است. این یک هنر بزرگ است و ترکی تانست از امکانات کاملا ابتدایی و صفری استفاده بسیار بزرگ کنه. بله. درس سومی است، هر کار سیاسی که شما میکنین، هر کار تشکیلاتی و پابلیک سرویس که میگن، خدمت اجتماعی که شما میکنین، شما باید بر از اون مبنای تیوریک و علمی داشته باشین. بدون مبنای تیوریک علمی، شما نمیتونین کمو اقدام و آرزوی که شما دارین او را به کرسی بشونین. دمی 30 سال آخر شما دیدین که احزاب آمد رفت به خاطر اینکه یک مبنای تیوریک و سیاسی نداشتن. و چیز چهارمه که من از زندگی از اونها یافتم، در این دنیای امروزی باید آرمانگرا نباشین.
ترکی صاحب یک شخص آرمانگرا بود در یک جامعه طبقاتی. در جامعه طبقاتی همیشه روابط انسان با متاع و assets وجود داره. اگر یک انسان بهترین انسان هم باشه، کار سیاسی بکنه، مثلا خدمت اجتماعی کنه یا در دولت کار کنه، یک چشمش به دولت، یک چشمش به جیب و خانش می باشه. کاملا. و ای ترکیس یک آدم آرمانگرا بود و نتونست امو طرف مزهک مبارزه خود ببینه. و این اشتباه در ظاهر کوچک است، بسیاری ما هم اشتباه را میکنیم، در ظاهر کوچک است، اما به زندگی از او این بسیار یک رول بزرگ بازی کرد. دیگه این درست است که ما خب این درست که یاد گرفتین. اگر که تو بگوین که چی اشتباه باعث شد که حزب به اون سمت بره، به خشونت بگرایه تا سرحدی که بسیار مردم ضربه ببینه و خودش هم دهی نابود شوه، خانوادهش هم زندانی شوه و پسانی فاجعه‌ای که شده، قوای شوروی آمد و یه پا و این مسائل، اگر که اشتباهات شد بگوین چی اشتباهات برای در نهایتش خود جامعه افغانستان یک جامعه سنتیست و دایز بدون دموکراتیک خلق افغانستان. ما یادم است جناب ترکی صاحب شما یا خورد بودین یا ای که در خاندان بودین دیگه، ما مردم توده ها بودیم بین مردم میفهمیدیم. این شما باور کن کمی عکس ترکی صاحب که میوردن میخلقه هم تصاد میشه که در عبر عکس با فور آل امیال آل همه مترس امیال امیال یک شرکت با ایش سطح نفوذ در بین چیز چگونه که یک حفیظ الله امین غالب شد و نقایش مختصر مختصر اولین چیزیست که از ترکی صاحب بسیار آرمانگرا بود و در امی تایم سپن امی تغییر کلی که در هفت ثور آمد، قبل از او یک حزب عادی بود، منابع وجود نداشت، بعد از او منابع وجود داشت. این میره باید درستر خود اجست میکردن، همشان نکردن. دومی که ترکیسه بعد از هفت ثور بسیار مصروف افراد شد که کی با کی زیادترین وقتش این مسئله ضایع کرد و همون طرف های مزهکشه که در وقت زمان قدرت انسان ها بسیار تغییر میکنن، منافع شخصی بسیار بوجود میه این زیاد، چون خودش منافع شخصی نداشت، خودش با مسائل مادی و با مسائل آرگاه و بارگاه هیچ ارزش نداشت، هیچ وقت دیگه نداشت، نه قبل از او نه بعد از او. یو فکر میکرد که دیگر ها هم مترسن. البته این زندگی از او و حزب که او رهبری میکرد این یک چیز ایدیال نیست، اما رول امی حتی رول شکست در رشد جامعه انسانی افغانستان بسیار زیاد بزرگ بود که ما شما او را میبینیم. این بیننده های عزیز، این بود صحبت ما با جناب دکتر یار ترکی. به سوال های شما، تفسیر های شما میپردازیم. فقط یک چیز ما استنباط کردم از صحبت شما جناب ترکی، که شما گفتین که ترکی و این واقعیت داره، این را باید اعتراف کن آدم که یک انسانه که بچه دیقان از اون قسم جای میه و تا اون سرحد میرسه، این به این مناست که از کمترین اپورچونیتی یا فرصت بیشترین استفاده را میکنه. بله. اما یک چیز دیگر هم دکتر صاحب ارجمند، که کل ما و شما در این کاروان مسئولیت ها و مکلفیت های خود داریم و مسئول هستیم، این رو در نظر بگیرید که بعضا انسان ها بزرگترین اپورتونیتی و فرصت ها به فاجعه تبدیل میکنن. بله. یعنی گرفتن قدرت سیاسی به این سادگی که در تصور شاید کارمل و ترکی و حتی یک تعداد زیاد مردم نمی گنجید، گرفتن قدرت به این شکل یک اپورتونیتی بسیار بزرگ در دست حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان افتاده بود، که او قدرت سیاسی بود که توسط از او قدرت سیاسی که یک وسیله بود می تانستن یک جامعه واقعا عادلانه، شریفانه، یک جامعه بدون خونریزی، بدون ظلم، بدون دیکتاتوری را ایجاد بکنن و به تاریخ نشان بدن که رژیم های ما قبل ما اینی کار کرد ولی ما اینی خوبی آره. با تاسف اینمی فرصت و اپورتونیتی به پروسی بسیار بسیار خونین تبدیل شد. بسیار 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 دقیق فرمودین، فرصت بزرگ به دست آوردن و البته اگر نگاه میکنم ممکن در تمام منطقه در کشورهای همسایه ما
تاثیرش ملحوظ بود و در او نشان میداد. ولی اگر ما طرف مثبت مسئله را ببینیم، انقلاب ثور تغییر بسیار بزرگی را حتی با مشکستش به وجود آورد، حتی باز بین رفتن ترکی صاحب و با کشته شدن بیش از 90 هزار اعضای حزب و مسائل. اولین چیزی که از سیستم نظامش، سیستم شرکت در نظام تغییر داد. از سال 50 و بعد ما مردم های بچه علوی ساز را میبینیم، دختر موچی را میبینیم، دختر بچه مثلا این را در نظام از سال 50 شروع شد. در حقیقت پوشن یک شوخی هم کنیم که برنامه اگذار کنیم. از یک سو میبینیم که دختر بچه علوی ساز و موچی رأس قدرت آمد، از دیگر سو باز اون کلاورو شو علوی ساز موچی را بردیم کشتیم. آه ای هر چیز اوتلو، تراژدی اوتلو را شما بخوانین، شما به در تاریخ انقلاب فرانسه را بخوانین، مسئله روبسپیر را بخوانین، تاریخ انقلاب اکتبر را بخوانین. اما از دوست خوره کشیدن از دیبوران ما و شما تالم برد. بلکل ما و شما میکشیم، بالاخره من می امید دارم شما ببینین در افغانستان تغییر بسیار بزرگ اجتماعی با وجود آمد. مردمایی که هیچ وقت تصور نمیکنن که در نظام باشن اونا در نظام آمدن، مردمایی که امیال در رهبری دولت، تا به البته طالبان رو من نمیگم، پیش از او در رهبری دولت زیادترین بودن، اینا ممکن از امو ازدواجای پیدا شده باشن که در فرمان شما رفت پدر مادرشان بدون پیسه عروسی کرده بودن و اینا هر کلامشون وزیر و رئیس شدن. باید این مسائل از لحاظ از تصویر بزرگتر مثلا ما ببینیم. البته چیزای منفی ما هیچ انقلاب اصلا باید انقلاب نشه. ببینید اصلا باید در جامعه هیچ انقلاب نشه. چرا باید انقلاب شود؟ به خاطر از اینکه در جامعه باید نظم وجود داشته باشد، نظام وجود داشته باشد، تعادل اجتماعی وجود داشته باشد، تقسیم عادلانه منابع وجود داشته باشد، احترام به شخصیت ها زن مرد وجود داشته باشد. وقتی که بیلانس در جامعه بر هم میخوره تضاد میشه. بله انقلاب هم جناب ترکی صاحب یک چیز دیگه هم میگم، باز میرین به طرف دوستا که بسیار جالب میشه. شما گفتین که بچه موچی و بچه فلانی و فلانی و علبی ساز چی شد، ای از نظر ما افتخارم نیست و ای درست هم نیست، حتی به یک حزب کمونیستی پرولتاری کارگری. شما برین امی تاریخ شوروی را بخصوص امی زندگی نامه لنین بخونین، در آخرین روزای خود او بسیار گپ جالب داره. آخرین صحبت خود لنین میگه ما باید بر رسیدن به عدالت اجتماعی سوسیالیسم قربان کنیم و با اسای سرمایه‌داری به سوسیالیسم برسیم. و دیگه ای که بزرگترین اشتباه از امام و حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم این بود که یک متخصص بسیار قوی و نیرومند پس کردن، ایواز شاوردن گفته شما یک بچه موچی را او 20 سال دیگه کار داشت که مثلا شما دکتر هستیم. حالا اگر انقلاب شود در جامعه شما را یار محمد ترکی را که برادرزاده ترکی است دور بکنن که انت پروفشنال است و بیارن یک بچه موچی را که انقلاب کرد. بچه موچی مقصدی نیست که بچه موچی بود درس نخونده، درس خونده بود. من مردتان میگم این یک معلم پشتو است، شما میشناسید؟ خودش هم میگه من معلم پشتو بودم، نامش را نمیگیریم، شما میشناسید؟ معلم پشتو را آوردن رئیس بانک ساختن. از برای خدا در کشوری که به ده ها دکتر اقتصاد وجود داشت، یک آدمی که سعیس و فاکولتی اقتصاد خونده ولی هرگز کار نکده و پشتو معلم پشتو بوده و این بیار رئیس بانک بساز، از این دیگه چی جور میشه؟ پرچمی ها هم کردن، خلقی ها کردن. یه گپی آخر بذاریم جالب است، قصه است. ببینید من بسیار طرفدار از این هستم و بودم که باید متخصصین هر نظام باید از انرژی نا استفاده کنن، مثل که طالب ها اشتباه میکنن اونا میکنن. اما ما با یکی از امی علمایی که در اون وقت متخصص بود و ای در کار نگرفته نشده بود و یک ما بندی هم شده بود در کابل، در کافی شاپ در کافی شیستم، من رو گفتین در وقت خلقی هم یک ماه بندی شدم. ما چون امراج دوستی و رفاقه داشتم گفتم تو را امی راست بگو الو خو گپا تیر شد، امی چی علت امی چی امی خو بگو بله از خدا که دل ما کفیدی چی بود علتش، چرا بندی شدی یک ماه؟ گفت والا یگان گپکا بود. گفتم چی گپا بود؟ تو والا بگو خودت برای من میفهمین چی گفت؟ گفتم دمی پانتونم و فایر هایدران کم و چی اتفایه است امو سرخ. گفت شو رفتیم امو پایش امو رو گرفتیم کفاندیم تمام سرک او گرفت. دیگر روز آمدیم در لیلیا، گفت دروازه رو دلغت زدیم شکستاندیم، کسافت دنیا رو چپه میکرد به سر دیوالا نوشتن، در یک از این کارا ما رو گرفت بندی کرد. اینا رو ببینین
وقتی تصادم اجتماعی ایجاد شود، اعتمادا کم شده میره بله. و برای کسایی که تجربه نظامداری رو میاد ندارن، اونا میترسن که خوب اگر ما بیارم سبا بانک ما رو خراب نکنه، از اینکه خوب است معلم پشتو اونجا بانک باشه. این مسائل است که باید تحقیقات شوه. ما طرفدار از این هستم که یک نظام عادل و یک نظام موفق کسی است که از علما استفاده خوب کنه، از علمای تکنیکی و علمی استفاده خوب کنه. یک چیز دیگر شرافتمندانه به حضور مردم و به حضور شما میگم دکتر سید، یعنی شخص خود ما یک شب در کام عکسای زمان خلقی ها زندانی بودیم، وجدانن براتون میگم که به چشم خود دیدیم که پیش روی ما بچه 16 ساله را آوردن از روی سرک، امی تاک تانستان زدن که بگو، یعنی ما به چشم خود مویا را دیدیم، ناخونا را دیدیم دمونجا که بگو که تو شوله ایستی، و او داد میزنه که صاحب والله با بلاغ ما شوله ایگه بفهم کشه با موزبان هم یعنی خود. برصورت ای اشتباه شده واسه در ایسونا نمیبرن که باز یک تعداد مردم چاقویشان به اصطلاح دسته پیدا میکنه، باز میگه حالا که خلق تو پرچمی وطن فروش بود ایگه میمونیم. جناب دکتر صاحب بین جالب و سالی خوی برنامه ما واضح برتون بگویم ریکورد میموند 140 دقیقه شده، خیر ادامه میتیم با شما را مرد پیدا کرده نمیتونیم، بانیم کمی دوستان را مقدار بخوانیم حرفایشان ها که باز نگوین که والا چیز است. البته ما پیشتر هم گفتم. خب آقای رحیمی فیروز سلام و درود به شما، میگن که امید میرود پسرشان، پسرشان نه که برادرزاده جناب ترکیده، با نگاه تازه و نو بر زندگی از تعصبات قومی پدر با بیان حقایق پرده بردارد. پیش از اینکه دکتر صاحب جواب بده آقای فیروز، اینمی حرفای جناب ترکی بود دیدین دیگه، زیاد ما تبصره نمی کنیم. عبدالمحمد کارور میگه در وطن پرستی ترکی شک و شبهه وجود ندارد، اما سادگی بیش از حد و منجر به فجایع عظیم شد و در آخرین لحظه زندگی بدون شک داشتن یک کلمه با آدرس وطن و خلق که دعوای رهبریان را داشت. خب دیگه گپای خرابت نمیخوانم جناب کارور. و خب از قدرت فرو افتاد. آقای حسین احمدی میگه اینها تاریخ اینها را در اثر ارزیابی دقیق قضاوت میکنه. جناب آقای راستا از ایشان سوال کنید که در قبال اول کرد ترکی چه پاسخی بر تاریخ و ملت ما دارن، زیرا با گذشت زمان بنیادهایی که در آن زمان بنا گذاشته شد با مرور زمان به فروپاشی منجر شد، در اثر این فروپاشی کشور ما زیر سلطه بیگانگان و حتی تجزیه پیش می رود و این درد بزرگی است که ملت ما در طول 43 سال از آن رنج می برد. این یادم به حساب پخته یک تبصره کرده آقای ترکی. یه طرح هر نظام دمو انتروال زمانی خود مسئولیت های خود داره. حالا که طالب ها آمدن آدم نمیتونه که طالب ها رو بگی طالب ها آمده بخاطر ازی که پرچمی ها قدرت ایلا کردن یا مثلا خلقی هایی کار کردن، همین دمو انتروال زمانی اونا مسئولیت ها داشتن، بعضی مسئولیت های خود خوب انجام دادن، بعضی مسئولیت های خود خوب انجام ندادن و تاریخ کشور رو از می ساخته میشه. شما اگر مثلا پسان ترارم ببینین، ببینین که به صورت عموم در افغانستان سطح تفکر سیاسی و سطح برداشت از دانش های سیاسی بسیار بلند نیست، البته در بین نخبه ها و روشن فکرها. و همی رابطه یک سوال دارم آقای ترکی، ولی بسیار جالب، ولی کوشش کنین کمی سوال ها رو کوتاه جواب بدین برای تبصره زیاد است. معجز امید ترکی صاحب از دید شما واقعا مارکسیزم لنینیزم با عمقش میفهمید؟ مارکسیزم لنینیزم یک علم بسیار کلان است. او در حزب دموکراتیک هیچ وقت نگفته که من حزب مارکسیستی هستم یا حزب لنینیستی هستم. شما با من نشان بدین که در کدام دو گفته باشه. اما مارکسیزم من دکتر صاحب من یک علم بسیار وسیع است. همیشه نمیتونم یاد داشته باشم. من نگفتم که به صورت ژرف و عمیق میفهمید، یعنی به صورت ژرف و عمیق ترکیسه میفهمید. کتاب زندگی نوین یک کتاب بسیار مهم است در مورد رشد اجتماعی که در اوج علم مارکسیسم شامل است، شیوه که مارکسیسم پیش میگیره در اوج بسیار ساده و بسیار بسیط بیان شده. من چند وقت پیش کتاب اثر خواندم، نو میفهمیدن، ولی او هیچ وقت نگفته که من مارکسیست هستم. اما راه رشد غیر سرمایه‌داری را یکی از بهترین راه های رشد جامعه انسانی و زودترین راه رشد جامعه انسانی اونا قبول کرده. جناب استاد شمس درود، گفته که ما از یک شخصیت سیاسی رهبر و رئیس جمهور یاد می، وقتی ما از یک شخصیت سیاسی
رهبر و رئیس جمهور یاد میکنه باید کارکردهای آن شخصیت در عملکرد فهم سیاسی اداره و رهبری جستجو کرد و باید دید چگونه این فهم و داناییشان در عملکرد متبارز بوده میتواند انسان را از عملش باید شناخت. سپاسگزار هستم جناب شمس. یک تبصره میخوانیم برای اینکه طولانی میشه. خانم پرنیان صدیقیان شاعر بسیار خوب ما میگه خوب است ببینیم ترقی را چگونه معرفی میکند. امیدوارم بی‌طرفانه و روی واقعیت ها استوار باشد و ازش سوپرمن نسازد. تشکر خانم پرنیان. باشین جالب است. آقای ولی صافی میگه خلقی های طرفدار ترکی و امین معترف است درامای کشتن ترکی شادروان ترکی با بالش و اعترافات جنداد و اقبال و دروغ محض است. اینجا سوال کرده آقای صافی کوتاه بگویم برای شما، طرفدارای امین و آقای دوست بسیار عزیز اردوی ما و خودت آقای عتیق قالمیار که هنوز هم پیرو خط امین است با خانوادش میگه که ترکی سب تیرباران شده کشته نشده، ایشه شما خود از نزدیکی را خبر دارید، یک جمله اگر بگوید که چطور است واقعیت کنید. ما اسناد و شواهد وجود داره، شاهدها وجود دارن که امو چیزی که امو کسایی که تحقیقات دادن امو درست است. امو درست است بله. پس آقای عالمیار یک چیز میکنه دیگه، یک سناریو جور کرده در ذهن خود میگه ببینن. عالمیار میگه که ما اقبال و حدود و جانداد در یک دلیز بلاک اول مجلس پالوترکی در روز اعدامشان یک جا بودیم، دیدیم رفیق ترکی با مرمی زهری کلاکوف در جریان فیرکان در داخل ارک که منجر به قتل تلون شد زخمی شده، شوروی ها از تداویش انتنار کردن وفات کرد. گپ اقبال حدود و جانداد همین بود. اینال دیگه دکتر صاحب کی را پیدا بکنه، چی میگن لایت دتکتر برای در گوشای عالمیار نصب کنه آدم که راست میگه دروغ میگه. اگر نه چیزی که هست همونطور بوده و بعد از اینکه حوادث شد به اعضای فامیل ما و ترکی سای بودن و باز پسان اونا جدا ساخته شدن، کسی که یک ساعت پیش از اینکه به شهادت برسه یک ساعت پیش او را هم ما اسنادش داریم که او با ما گرفتار شده و او زنده است. متاسفانه یک چیز بگم، من به خاطر من بسیار من کتاب نشته کردم در سال 1994 او را چاپ کردیم، او بسیار جوان بودم، او کتاب مال کلان ساختیم تقریبا چند صد صفحه شده و او را من نشر نکردیم به خاطر از اینکه در کشور ما بازم بسیار جنجال ها جل نشده، ما به یک سطح تحلیل آرام نرسیدیم، از این خاطر من او را چاپ نکردیم. اما ما بسیاری را پژوهش کردیم، تحقیقات کردیم بالای ازی. متاسفانه این موضوع شاده ترکسه فقط در مبانی چون امین وز خانواده واری بود، مثل که در یک خانه یک فامیل باشه، مثل که یک بچه بخیزه پدر خدا بکشه، این حال بازم پدر بیادر دیگهش، مثل که همی محقق ببینیم که بیچاره یک بچهش به بیادر خدا کشت. شما دیگه از دان از او چیز شنیدین دیگه نمیتونه گپ بزنه، چی بگه دیگه؟ چی بگه دیگه؟ خلاص. از این خاطر بهتر است که مسائل ما از اون بمولی از بایی مسائل زیادتر ما تماس نمیگیریم، چون مسائل به مراتب بزرگتر حال وجود داره که باید دور ما حل کنیم و نظر بگیم. آقای وحید رضا میگه که ما هم صنفی شما بودم در لیسه ابی بیا، خب بسیار توصیف هایتان کرده، گفته فوتبالر خوب هستین، نقاش هستین، رسام هستین، از شاعر بودنتان ما هم نمیفهمم. نه شاعر نیستم، مقاله نیست، خودی راست شکم خود کشیدی آقای رضا، اینا ایش چیز نیست. خب بیایم که ببینیم، دو سوال داره جناب علیزاده، سلیم علیزاده. بعد از بازگشت آخرین سفر ترکی از شوروی، بعد از اینکه گلابزوی و وطنجار نورمات ترکی را گفته بودند که از زمین دوری کنید که خطرناک است، آیا در این دو مورد نورمحمد ترکی به داکتر یار چیزهایی گفته بود یا مطالب شنیده است؟ سوال دوم، در مدت و روزهایی که نورمحمد ترکی در ارگ محبوس حفیظ الامین بود، داکتر یار ترکی کجا بود و چه اقدام کرد؟ برای ما هیچ مسائل سیاسی را در خانه نمیگفت و ما هیچ مسائل از اختلافاتی که با امین و با کارمل و قادر خان و دیگر داشت و ما هیچ نمید در خانه. بسیار ترکسب شخص بسیار از لحاظ پرینسیپی بسیار مسائل شخصی خوده همراه مسائل سیاسی جدا نگاه میکرد، کوشش میکرد که یارو مکس یک جای نکنه و در امون روزی که
امی حادثه به وقوع پیوست. ما در خانه خلق یا ارگ نبودم، البته ما بر آمده بودم و ما به صدارت آمده بودم و ما در صدارت محبوس ساخته شدم از طرف یک چند نفر. از چند ساله بودیم شما جناب؟ ما بسیار جوان بودم، سن ما 15-16 یعنی دمی سنین بودم، بسیار جوان بودم. چون که وقت ما واره مثل ما واره ما یک دو سال سن خود کم میکنم. وقتی ما گرفتار شدم، من یادم است، من بسیار ترسیده بودم که چی گپ شده و دو سه شوان دمو چی. چند مسته بودن دکتر سر؟ مثلا 11 بودم. خب بسیار خب. خواهی نده حدود امو 7 ساله که کساب کنید 18 ساله بودین دیگه دکتر سر؟ نه من خورتر بودم، چی نبودم، 18 ساله نبودم. ما فکر میکنم 15 یا 16 ساله بودم. صنف 11 میرفتم، برازی که ما با صنف 11 وقتی که پس آمدم سامی امتحان دادم. بسیار خوب. جناب دگروال صاحب خان، آقا سعید، گپ شما درست است. آقای ترکی هم گفتند در دوران صحبت خود که ترکی کالج در پاکستان تحصیل کرده و شادنامه داشته و در منزل امشیری خود در او کشور در جوانی اقامت داشتند. و اینجا سوال میکنه که میگه لطفا بپرسیم که روی کدام دلیل جنابشان را فارغ صنف دوم و گاهی صنف ششم برای افغانستان مسئولین سیاسیشان معرفی می نمیدن؟ معلومات نداشتن یا اینکه به کلاه ما بی خبران بر می زن؟ به هر حال در تحصیلات معمول او زمان امو بکلوریا یا 12 بوده، اما ترکی صاحب نه تنهایی که او را خوانده بلکه در 4 سال در هندوستان درس ژورنالیسم خوانده و درس ترجمه را زبان انگلیسی را 4 سال تحصیل کرده. ما دیپلمش را ندیدیم شخصا، به چشم خود در وقت دیپلمش زنه بود، هند برتانوی بود. اما بعضی وقتا وقتی که کار کرده یک نفر شما میبینین، اندازه تولیدات فکری از او را میبینین، باز دوایی سوال دیگه باید در کلی کسی پیدا نشه که او کسی چی تحصیل کرده و چی کرده. ممکن در مورد ما هم کسی بگه که ولی تویش تحصیل نکردی، صحیح سا نکردیم. برین ببینیم. آقای محمدالله همدرد، سلام و درود. گفتین که ترکی و امین دو هم با هم جسم رو بوده. خب ایگه پایش میگذاریم. فقط سوال شما ایست که چیگونه شد جریان دکتر صاحب توضیح کردن در جریان برنامه؟ اگر دوباره برین برنامه ما رو ببینید سوالتانه میافین. آقای عظیم بشرمل که من بسیار میپالمتان، آقای عظیم بشرمل که شما رو که شما صحبت بکنم بزودی در تماس میشم، میگه که با جواب آقای تواب الکوزی، میگه کشور یک مشت مجاهد مسلمان مرتجی و مزدور ایران پاکستان غرب و بین روز رساندن. اگر به دستور بازارانشان علیه حزب خلق نمی جنگیدن، اگر بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب خب حرفای چیز استفاده کردن، با جان هم نمی افتادن، طالبان ظهور نمی کرد، امریکا سر کلاش پیدا نمی شد. یعنی یک سلسله تبصرهایتان بود دوستا. من می فهم اینجا تبصره ها زیاد است دوستای عزیز. یک ساعت تقریبا دو ساعت است که ما گپ می زنم. من می فهم که اینجا شما بسیار زیاد تبصره ها دارین و ای کل تبصره ها را خواندن، ما دو سه ساعت دیگه باید با شما باشیم. بنان ما دیگه این تبصره ها را نمیخوانم، ولی برای شما وعده میدم که در فیسبوک و یوتیوب تبصره های تان است، جناب دکتر یار ترکی هم میتونه اگر بخواه پاسخ بده. در غیر از او به اصطلاح امو نظر هر کدام شما اگر که توهین آمیز نباشه احترام داریم. از توجه شما تشکر میکنیم بیننده های عزیز. ضرور نیست که ما همه هم قسم هم گون فکر بکنیم، ولی میتونیم صحبت نظریات خود در یک فضای بسیار کاملا سیولایزد یا با تمدن و با یک فرهنگ رد کنیم و با وجود ازی هم دوست هم باشیم. جناب دکتر صاحب ترکی، از شما بسیار سپاسگزار هستم از اینکه وقتتان، ما میفهم که امروز برنامه هم داشتین و کنسل کردین و آمدین و به سوالات ما جواب دادین. دلیل از اینکه ما سر شخصیت ها بسیار معمولا کم کب میزنیم، دلیل از اینکه ما آوردیم برای از اینکه آیست آیست هم یخ ها بشکنه و مردم نظریات خود در مورد روند ها و شخصیت ها بگوین آزادانه. و چون شما عضو فامیلش هستین بسیار بهتر از همه میتونستین که پاسخ بگوین. بله تشکر، سپاسگزار هستم. تشکر از شما و یک قدم بسیار نیک است. اگر کدام کس را خفه ساخته باشم یا کدام
استیتمنت درست نادرست داده باشم، معذرت می خواهم و این بسیار مهم است تا مشرفی شود و بدون از اینکه تعصبات کنم باید در مورد مسئله صحبت کنیم بدون احساسات. رول ترکی صاحب در زندگی سیاسی افغانستان بسیار بزرگ است، رول کارمل صاحب، رول امین صاحب، رول دیگر هم بسیار بزرگ است، باید هر کدام از اینا مطالعه شود، درست اشتباهاتشان به بیرون کشیده شود و به رهبرهای آینده گفته شود که شما این کار خوب انجام بدین، این اشتباهاتی که کردن شما اشتباهات انجام ندین. متاسفانه در این مورد تحقیقات صورت نگرفته، غربی ها هم طرف منفیش بسیار پول دادن، به طرف تحلیل علمیش ندادن. دیگه ما امیدوار هستیم که این ابتکار شما یک روزنه را ایجاد کنه که یک تحلیل کلی و علمی در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی و پابلیک سرویس در افغانستان ایجاد شود. شکر. سپاسگزار هستم جناب ترکی. امیدوار هستم که اعضای خانواده حداقل بر فعلا امی چهار شخصیتی که در رهبری حزب دولت افغانستان بوده، جناب ترکی که ما امروز صحبت کردیم، جناب حفیظ الله امین و جناب ببرک کارمل و جناب دکتر سر نجیب الله، با برادر دکتر سر نجیب الله هم جناب صدیق رایی صحبت کردیم. واقعا مثل شما دکتر سر با دید بسیار وسیع و ما را بسیار خوشم آمد که باور میکنین برخلاف یک تعداد که زیر نام دکتر نجیب او را با اصطلاح با نوشتن کتاب های سنگین اخده خلق میکنه در برابر از او و او را از او یک موجود ماورا و طبیعت به تصویر میکشن و آدم انتقاد کرد، گفت یک شخصیت بود، اشتباهات بسیار بزرگ داشت، اگر نمیداشت خب منجر به نابودی و ناکامیش نمیشد. این همه تو شخصیت ها اگر بتانند که نظریات بی‌طرفانه و نقدونه بتن، اون ما باید سمت میگیم. به هر حالت از اعضای خانواده از این شخصیت ها خواهش میکنیم که بیاین در مورد این شخصیت ها صحبت کنن و در مورد روند ها. جناب ترکی یک دنیا سپاسگزار هستم، شب و روز شما خوش. تشکر بسیار زد، خداحافظ. خدا تامن، خداحافظ. خدا ماشا. بیننده های عزیز، ای بود صحبت ما با جناب دکتر یار محمد ترکی، رئیس و کوریتور موزیم تاریخی و انتروپولوژیک ترکی و دکتر علوم انکشافی. امیدوار هستم که در برنامه های یوتیوب و فیسبوک ما اشتراک کنین، بیاین نظریاتتان بگوین و حتی مهمان ما شوین. بعضن از اینکه ما نتانستیم بسیاری از این دوستان را بخوانیم ما معذرت میخوایم. باز هم ما ببینیم، اگر یک تعداد فقط میتونم که نام بگیریم، جناب توریالای خاوری، آقای میر برکی، جناب نجیب یونسی، زبرجان وایزی، هارون زازای، ببرک کدامان، رامین همرزم، مارخ جان عباسی، ولی صافی و تعداد زیاد دیگه دوستا، پرنس الیاس، سلیمان آریا، آیشه اسحاق اگه اشتباه نکنم، رحیم احمدی، زیبا جمشید، جناب طاهرشاه پیکارگر، میر محمدی و خب جان زیب کریمی، نای جان ولی، وحید رضا، نجیب داوری، کنشکا پریان، محمد صافی، نظر عمر، عبدالرزاق زیرک، فوزی مجید، نیاز نیاز، سلیمان آریا، قادر یامان، غنی احسان، میر محمدی، آقای زیار خیبر، وحید رضا را نامش را گرفتیم، جناب دوست عزیز ما عارف عریف معروف و تعداد زیاد دیگه، فرشید میساق، میر محمدی، جناب ظاهر شهیم و یک تعداد زیاد دوستای دیگه، محمد ناصر معاشر، استاد صنعت بسام، میر محمدی، ذکریا اسکر، مرزی عدل، یک تعداد زیاد دوستای دیگه است که اینجا ما را میبینن. از همکاری شما یک دنیا سپاسگزار هستم دوستای عزیز، از حضور شما سپاسگزار هستم. تا برنامه آینده،
شاد و صحتمند باشه. Thank you.